را میفته این کار خیلی عذر تقصیر دارم. خواهش میکنم مقدار بابت این برنامه ترتیب دادم موظفم که شرایط رو آماده بکنم. نه خواهش میکنم من که اصلا آمادگی نداشتم و با بچه ها یه پیام گذاشتم برام در خدمتون هستم. اتفاقا داشتم گوش میکردم به گفته شما در مورد دموکراسی گفتید. من داشتم عرض کردم که با توجه داشتیم این دلیل نمیشه که ایرانی ها ببین چون شما به یک نامه اشاره کردید من مجبور شدم توضیح بدم. بله در اون نامه من جز مخالفین اون نامه بودم، حتی با دوست بسیار نازنین خودم هم سر این بحجر و بحث درسته که شما نباید این نامه رو به حضور شما عرضم که واردش می شدید و شما چرا این کارو کردید. بله ولیکن این یک اختلاف نظر در یک عملکرد خاصه. ما ایرانی ها نباید صرف یک اختلاف نظر همدیگر رو پس بزنیم. ایرانی بودن مهمتر از هر چیز دیگری است، منوط بر این که در مسیر بهبود و تعالی ایران ایرانی ها در کنار هم بخوام بیستن. درست. ببینید بابک جان میونه کلامتون باشد. ببینید دو بخش داریم. یک فرد زمانی که تیتر نامه میاد بیرون و میگوید که آخرین هشدار به آخرین ولیعهد، ببینید این مسئله من اصلا کاری به محتوا رو بزنیم کنار. ببینید وقتی شما این مسئله ایجاد میشه، آخرین هشدار به آخرین ولیعهد داره دو بخش است. زمانی هست فردی میگوید آخرین هشدار به رئیس جمهور آمریکا، یعنی آخرین هشدار به رئیس جمهور آمریکا یعنی آخرین هشدار به آقای ترامپ. خب ولی زمانی که شما میگوید آخرین هشدار به آخرین رئیس جمهور آمریکا، یعنی هم به ترامپ و هم به نهاد جمهوری در آمریکا، آخرین هشدار متوجه هستید به آخرین ولیعهد یعنی هم به پادشاهی، هم به ولیعهد و هم به نهاد پادشاهی. متوجه شدین؟ یعنی شما در این نامه هم جریان رضا پهلوی رو دارید میذارید کنار و هم نهاد پادشاهی رو دارید سرش رو میبرید با همین جمله. متوجه هستید؟ ببینید اگه مسئله جریان نهاد پادشاهی باشه، من این مسئله همه رو عنوان کردم، دوستان در جریان هستن. ببینید مسئله صرفا برای ما شخص نیست، برای ما نخست نهاد ارزشمند است، سپس شخص در چارچوب نهاد. قانون هم همین گونه است، ما اشخاص رو در چارچوب قانون نگاه میکنیم. و اتفاقا من یکی از افرادی هستم که 100% مخالف دموکراسی هستم، یعنی توی این موضوع جایی هیچ گونه شخص جان بله واسه با هم دیگه در این یک مورد هم کنار هم. من هفته آینده در تلویزیون ایران آریایی با جناب احمدی برنامه‌ای دارم در مورد نهاد جمهوری و پادشاهی و دموکراسی در کنارش. اگر دوست داشته باشید یک کمی حدود 2-3 دقیقه راجع به موضوع گفتگو کنیم که دوستان بدونن. ببینید بسیار عالی دوستان عزیز، من اجازه دارم با بچه ها یا نه؟ حتما اصلا معذرت میخوام، موضوع مهم، موضوع شوخی نیستش، اینا مسائلی که باید گفتگو بشه. خیلی عالی. درست. خیلی ببینید بابا چون یه مسئله‌ای که هست، ما یک مسئله رفراندوم رو مطرح میکنن. من در برنامه هم گفتم با جناب احمدی مسئله رفراندوم داره دو بخش است. شما رفراندوم رو هم میتونید اکنون در کشور انگلستان و آلمان هم داشته باشید. ها من هم پادشاهی نام بردم هم جمهوری، یعنی رفراندوم میتونه در چارچوب حکومت هم برگزار بشه. یعنی زمانی که فردی تو خیابون میگه رفراندوم این از شعار مردم، جمهوری اسلامی میتونه بگه که آقا فائزه هاشمی گفت ما هم طرفدار رفراندوم هستیم. متوجه هستید؟ میتونن این جریان رو در درون سیستم حکومتی برگزار کنن. رفراندوم شعاری است دو پهلو، شک برانگیز، و ما شعاری کاملتر و دقیقتر داریم به نام براندازی و واژگون کردن این نهاد ایران ستیز در ایران. این وارد بازی رفراندوم، بازی رژیم اینا فرستادگان خودشون فرستادن، سازگارا، گنجی، نمیدونم کدیور، غیره و غیره، خیلی اسامی زیاد هست. این وارد این بازی ها نباید شد. اینا و شعار ملت ایران نیست. مگر در این یک ماه گذشته مردم اومدن گفتن رفراندوم؟ خیر، مردم گفتن مرگ بر روحانی، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه. اصلا صحبت رفراندوم نیست. شما یک شعار دموکراتیک نام ببرید، هیچ شعار دموکراتیک نیومد بیرون. این یک مسئله. مسئله دوم رفراندوم بعد از جمهوری اسلامی. ببینید دوستان عزیز، ما یه مسئله‌ای داریم به نام نهاد پادشاهی. من اعتقاد دارم، حالا نمیگم ما، من شخصا اعتقاد دارم ایران در سال 57 توسط ایران ستیزان و اشغالگران اشغال شد. ما یک نهاد پادشاهی بیش از 2500 سال در تاریخ ایران داشتیم.
عده ای آمدن کشور رو اشغال کردن و این جمهوری اسلامی ایران ستیز رو برقرار کردن. ما میخواییم این جریان خارج کنیم از ایران و نهاد پادشاهی رو پابرجا کنیم. به همین سادگی، یعنی تنها راه رهایی بازگشت پادشاهی است. این بحث کاملا مشخصه. بخش دوم، ما نمیتونیم اصول ملی رو به رأی بگذاریم. یعنی نمیدونم جمهوری یا پادشاهی چیست. پادشاهی اصول ملی ماست. اصول ملی یعنی یگانگی ایران زمین. ما که نمیتونیم این مسئله رو به رأی بذاریم، مثل اینکه تمامیت ارضی ایران رو به رأی بذاره. آقا دوست داری یا نداری؟ آصف یک نفر از من تونترم پیدا شد. بابا من همیشه بچه‌ها میگفتن یکی خسروی رو بگیره. بابا نه ببینید بابا جان، مسئله میدونید چه است؟ مسئله یه بخش من مشخص میکنم. ببینید ما در طول تاریخ ایران یک ایران پادشاهی ساسانی تا دوران ساسانی داشتیم. هخامنشیان، اشکانیان، کموبیش و ساسانیان به صورت کامل 100%. این ایران پادشاهی ماست، یعنی الگوی ما، یعنی ایران پادشاهی در دوره ساسانی به اوج کمال خود میرسه، هم در بخش معنوی هم در بخش سیاسی. در بخش دیگر ما وارد دوران پس از اسلام میشیم که در این دوره ما یک ایران اسلامی داشتیم. شوربختانه ما یک ایران اسلامی داشتیم و ایدئولوژی‌هایی که برای ما اومد زیر قالب ایران اسلامی، یعنی ایران زیر مجموعه اسلام. ما در قرن پیشینی که خب حالا در 100 سال گذشته ما یک ایران دیگری هم می‌خواستن به خوردمون بدن به نام ایران کمونیستی، یعنی ایران زیر مجموعه کمونیست. یک ایران دیگری هم هست بابک جان به نام ایران دموکرات، یعنی ایران زیر مجموعه دموکراسی. آقا ما باید با چه زبونی بگیم؟ ما نه ایران اسلامی می‌خواهیم، نه ایران دموکرات آتنی می‌خواهیم، یعنی ایران زیر مجموعه آتن. وقتی شما میگید ایران دموکرات، دموکراسی بنیانش در آتن هست، یعنی ایران رو شما زیر مجموعه نهاد دموکراتیک کردید. ما نهادی رو میخواهیم که کاملا ایرانی باشد، یعنی هم در شکل هم در محتوا. نهاد پادشاهی فقط شکل نظام نیست دوستان، نهاد پادشاهی هم شکل نظام هست هم محتوای نظام. وقتی شما میگید من میخوام یک ایران دموکرات داشته باشم، یک پادشاهی دموکرات داشته باشم، میدونید یعنی چی؟ یعنی شما شکل ماشینتون ایرانیست، ساخت ایران هست، اما موتور ماشینتون ساخت غربه. متوجه این؟ یعنی شما در واقع دارید مونتاژ میکنید یک اندیشه رو. ما نیازی به مونتاژ کردن نداریم دوستان عزیز. ایران 2500 سال قدمت داره، یعنی ما در طول این 2500 سال، چون مسئله 2500 سال هم توضیح بدم دوستان، از زمان آمدن کوروش ما یک ایران یک پارچه و متحد و یگانه داشتیم. ما پیش از کوروش هم ایران داشتیم، زرتشت بزرگ رو داشتیم و افراد دیگری خب آمدن در طول تاریخ پیش از کوروش، ولی ایران کوروش، ایران پادشاهی کوروش، ایران یگانه بود. ما مادها رو داشتیم که شوربختانه کارهای بسیار بزرگی انجام دادن، اما ایرانی نبود که هم پارت ها سهیم در قدرت باشند و هم پارس ها. کوروش بزرگ آمد، هم مادها رو سهیم در قدرت کرد و هم مادها رو و سیستم اداری اقتصادی مملکت رو داد. اتفاقا در همدان بود، ما داد در دست مادها داد، بخشای نظامی داشتیم، ما گارد جاویدان داشتیم، اتفاقا مادها حضور بسیاری داشتن، ما نیروهای شمال ایران رو داشتیم، مازندران رو نمیخوام وارد این بحث بشم. ببینید ما این ایران پادشاهی رو فدای هیچ اسم دیگری نخواهیم کرد. این نکته خیلی ارزشمنده. چرا این مسئله من مطرح میکنم؟ ببینید دوستان، زمانی که ما میگوییم ما افتخار میکنیم به تاریخ 2500 ساله ایران، یعنی چه؟ یعنی ما دارای یک نظام سیاسی اخلاقی ایرانی هستیم. زمانی که شما از اسم خارجی استفاده میکنید برای ساختار سیاسی در قدرت، یعنی چه؟ یعنی 2500 سال تاریخ ایران هیچ نظام سیاسی کارآمدی برای اداره کشور نداره که شما میخواید از اسمای غربی استفاده کنید برای اداره کشور. اینجا خودتون رو زیر سوال میبرید. اینجا نهاد 2500 سال شاهنشاهی هخامنشی، اشکانی، ساسانی رو زیر پرسش میبرید. یعنی شما میخواید بگید ما ایرانی به عنوان یک کشوری که وارث تمدن هستیم، تمدن ساز بودیم، چیزی در بخش سیاسی نداریم ارائه کنیم و مجبور هستیم از دموکراسی غرب استفاده کنیم برای ساختن ایران. این یک بخش. بخش دوم جان نگه دار اینجا. چشم. من اینجا یه سوال پیش میاد. بفرمایید. من آنچه که میگوییم تا دوران ساسانی، بله، خب در زیر یک غبار 1200 اندی ساله، نزدیک 1300 ساله خابیده بود. بله. من شما که
با علاقه پیگیر تاریخ کشورمون بودیم اینو که میپذیریم. بله. نماد کسی که این ایران رو از زیر اون خاک، اون ایرانی که من و تو الان میشناسیمش، بله، از زیر این خاک بیرون آورد. ببخشید من سه سوال موضوعی رو با جوابهای شورت میخوام از شما بپرسم. بله. خیلی جوابهای کوتاه. خواهش میکنم. البته اگر آگاهیشو داشته باشم با بچه. نه نه خواهش میکنم. نماد این ایران از زیر خاک در آمده، نماد آن کسی که این ایران رو از زیر این خاک در آورد و به چشم ایرانی، جلوی چشم ایرانی گذاشت، چه کسی بوده در تاریخ ما؟ چه کسی این ایران رو با اون شکوه در حکومت؟ متاسفانه آصفمون رو از دست دادیم. من آصف رو ببینم میتونم بیارم، چون میخواستم که یه جنگ قدیمی رو ببینم میتونم امروز تمومش بکنم. یه چند لحظه اجازه بدید، احتمال داره که موبایل آصف دچار مشکل شده باشه. کماکانشون رو از دست دادیم. کماکان کانکشن فیلد. من فکر میکنم که موبایل ایشون خاموش شده باشه. علل قاعده منطق حکم میکنه که ما بحثمون رو ادامه بدیم تا خود ایشون آصف عزیز لطف کنن که به من یه تکس بدن تا من ایشون رو از روی تکسشون متوجه بشم داخل روم تشریف دارن و عدشون کنم. جناب معصومی چشم، من از اینجا شما رو عد میکنم تا فرمایشات شما رو هم بشنفیم. درود دارم خدمتتون. درود خدمت شما و همه دوستان. من به قول سوئدی ها اینجا یه ضرب المثل دارن با آدم های مثل من، میگن اینا ساکنین مریخ هستن. کار کردن با این تکنولوژی جدید نمیدونم. به هر صورت من پوزش میخوام از همه دوستان. من در خدمت هستم. نمیدونم راجب چه چیزی موضوع. بله بله. موضوع بحث ما اساسا که امشب بحث رو شروع کردیم جناب عصومی، بر پیرامون به حضور شما عرضم که این بود که یک سری افراد در حقیقت با نام اعلی حضرت رضا شاه دوم تبلیغاتی رو میکنن، به اسم ایشون رهنمودهای محلی ایجاد میکنن و این باعث شده که مردم دچار آشفتگی بشن. چجوری ما حرکت هامون رو متناسب با رهنمودهایی که ایشون مثلا توی سایتشون بارها اعلام میکنن، مثلا پرهیز از خشونت یا حرکتهای مدنی، بعد یهو مثلا یه نفری میاد میگه من دارم میام داخل ایران روز 22 بهمن، همه بیاین تو خیابون، ما هم تو پتوفن رو فشفشه آماده ایم، میخوام بریم رژیم رو بندازیم. مردم چجوری میتونن ناصره از ناصره رو بشناسن؟ موضوع بس از اینجا شروع شد تا این که جناب آصف کیا اومد گفت نایستیم که کنشی بکنن تا ما واکنش نشون بدیم. بحث رو به اونجا بردن که ما به عنوان کنشگر حرکتی بکنیم که آنها را دوچار واکنش کنیم. از آنجا که بحث رسید به یه بخشی که
بله من متوجه شدم آصف گرامی. من بعد از اینکه فرمایشات جا معصومی رو داشته باشیم حتما خواهش میکنم شما تشریف بیارید ادامه بحث رو با شما داشته باشیم. الان به آنجا رسیدیم که در بخش کنشگری قبل از واکنش نشان دادن قرار گرفتیم. نظرات شما رو میشنویم و اونچه که در سوئد اتفاق افتاده و چه پیشنهاداتی دارید و چه روشی رو مد نظر دارید برای حرکت. در خدمتتون هستم. استدعا میکنم عرضم خدمت شما و دوستان دیگه عرض کنم این وضعیتی رو که شما الان شرح دادید که کاملا هم درست هست ناشی از یه مقدار عقب افتادگی فرهنگی عمومی تو جامعه ما. ما در شرایط نرمال قبل از اینکه این تکنیک جدید در دسترس ما قرار بگیره هر کدوم از ما اگر میخواستیم به یه شکلی صدامون رو غیر از اون گروهی که در دور و بر خودمون هستند به جمع بیشتری برسونیم باید دارای توانایی های ویژه‌ای میبودیم که بعد این توانایی ها رو ارباب مطبوعات اون موقع که اینترنت و غیره و زالک نبود باید روش سهم میذاشتن تا اینکه مثلا مطلبی از بنده رو در مجله فلان یا روزنامه فلان چاپ بکنن. بله بله. تکنیک جدید و تکنولوژی اینترنت این مشکل رو برای همه حل کرده. ده. یعنی هر کسی با هر قد و قواره‌ای و با هر بضاعتی این امکان رو داره که صداش رو به گوش گروه بسیار بزرگی برسونه. درست می‌فهمم. خب ببینید یه وقت هست که ما داریم راجع به مسائل نمیدونم مثلا قرمه سبزی رو چطوری آدم میاد من مثلا سالاد فلان رو اینطوری درست میکنم نمیدونم فلان. خب اینا مسائلی خیلی خوبه چیز مهمی نیست مسئله‌ای به وجود نمیاره ولی یه وقت هست که من یه مطلبی مینویسم و بعد این مطلب 6 تا لایک میخوره من به عنوان یه آدم یه احساس میکنم که ای بابا من تو این منم آدمی هستم 6 نفر دارن به من جواب میدن به من میگن باریکلا و بعد یواش یواش این قضیه تکرار میشه و تکرار میشه و واقعا هر کدوم از ما فکر میکنیم یک لنین شدیم از جهت توری سیاسی یا نمیدونم یه چگوارا شدیم یا یه نادرشاه شدیم یا یه دونه صلاح الدین ایوبی شدیم و خیلی خب. از این مشکلات زیاد داریم مشکل کلی هست من خب این صفحه فیسبوک میبینم بسیاری هستن الان خب البته اینی که دارم عرض میکنم فقط مربوط به طرفداران نظام پادشاهی نیست کل جامعه کاملا درست میشه چون طبیعتا مخاطبین من در این دور بیشتر طرفداران نظام پادشاهی هست من بله مسئله رو زوم میکنم روی این گروه آدم های درستی هم هستن آدم های خوبی هم هستن بعد برمیگردن من فکر میکنم که شاهزاده باید این کار را بکنن من فکر میکنم که تا این کار نشود چیزی به ثمر نمیرسد آقا ای خانوم قربونتون برم الهی آخر یه کمی یعنی واقعا حالا این مسئله رو یعنی واقعا پایه همین هست که هیچ جریان سیاسی سالم و منسجمی در طول این 40 سال در بین نیروهای طرفدار پادشاهی نتونسته شکل بگیره البته در بین دیگر نیروها هم نتونسته شکل بگیره شما جریان چپ رو اطلاع دارید دیگه بله 6 سال با هم دیگه نشستن گفتگو کردن بعد از 6 سال آخرش اعلامیه دادن که ما نمیتونیم به توافق برسیم باریکلا حالا این مسائل هست ببینید دوستان ما هیچ چاره‌ای نداریم شما خیلی استفاده کردم خیلی مثال‌های بسیار زیبایی زدید من ازتون سپاسگزارم ادامه فرمایشتون رو میشنوم استفاده میکنم ببینید دوستان ما عرصه اجتماع از نیروهای متفاوت و مختلفی تشکیل شد
این ما نیستیم، بازی شطرنج نیست، یا من کارخونه نمیدونم به کامپیوتر سازی آقای بیل گیتس رو ندارم که این کامپیوتر رو با این ویژگی ها درست بکنم، اون کامپیوتر رو با اون ویژگی ها. جامعه یک جریانیست، یک چیزیست که من باید با اون اونطوری که هست ببینمش و اونطوری که هست باهاش برخورد بکنم. راه این کار اینه که اولا شیوه شناختن جامعه رو بلد باشم، دو دانش خودم رو برای به اصطلاح حل کردن اون پیچیدگی هایی که در جامعه هست بالا ببرم. به عبارت ساده تر اگر بخوایم این رو مختصر بکنیم، شعور اجتماعی و سیاسی خودمون رو بالا ببریم. من چندی پیش در یه جریانی بودم، اسم نمیبرم برای اینکه ضرورتی نداره. در این جریان آدمای بسیار فهیم و فرهیخته بودن، به واقع آدمای بسیار فهیم و فرهیخته بودن، ولی بعد یهو فهمیدم که چون اسم این آدم رو من شنیدم اینجا، فکر نمی‌کنم مسئله‌ای باشه که اسمش رو تکرار بکنم، بعد فهمیدم که توی این جمع این مردک نادان هم 6 ماه بوده. یعنی حیران شدم، به واقع حیران شدم. بهشون گفتم، گفتم آخر بابا من این آدم رو، چون من سوئد استکهلم هستم، گفتم اصلا من هیچ ادعایی ندارم، ولی آقا آدم شناسی، من 60 سالمه، 60 خورده‌ای سالمه، 2 تا بچه دارم، نوه دارم، عروس دارم، آخر میگن این موها رو، مویی که البته نمونده، همه از بین رفته، ولی اگر میبود تو آسیاب سفید نکرده بودم. این آدم رو من از دور دیدم، حالت حرف زدنش، نحوه ایستادن و حرکت کردن اعضای بدنش و اون نگاه دریده و وقیحش، خب نشون میده و بعد دهن باز میکنه، وکابولر این آدم، واژگانی رو که استفاده میکنه، نحوه جمله سازی این آدم، خب نشون میده این آدم چی کار است. آخه شماها چطوری نفهمیدین؟ نکته جالبش این بود که یکی از این آدمهای بسیار فرهیخته و بسیار خوب افسر اطلاعاتی هم بوده زمان شاهنشاه. یعنی بهش گفتم، گفتم یکی از دلایلی که ساواک شکست خود وجود آدمهای مثل تو بودن. ببینید آخه واقعا اینا، حالا این مسائل رو زیاد بهش چیز نکنیم، برسیم به مسائل روز. ببینید یه واقعیتی است که جمهوری اسلامی بعد از دوره ترورهای اولیه دهه 60 سیاستش رو، یعنی با روی کار اومدن رفسنجانی، سیاستش رو کلن تغییر داد، دیگه مسئله خشونت اوریان رو گذاشت کنار، آفر، و شروع کرد به چی؟ شروع کرد به یارگیری، شروع کرد به آدم خریدن. این رو من جایی نگفتم ولی اینجا فکر میکنم هیچ مشکلی نیست این رو بگم. من زمانی که اومدم سوئد تا 10-15 سال پیش چپل چپول بودم، همچنان عضو حزب چپ اینجا بودم، مسئول به اصطلاح در شهر خودمون، کمون خودمون مسئول حزب بودم، در کمیته مرکزی عضو بودم و برای 3 سال هم منشی سیاسی حزب بودم. وقتی که تو این دوره که من منشی سیاسی بودم، این حضرات از سفارت جمهوری اسلامی هی بروشور و نمیدونم کاغذ و چیزای اطلاعاتی و تبلیغاتی و اینا، یعنی تقریبا هر هفته چهارشنبه ها که پست میام اینا پستشون میومد، یه بسته انقدری آتاشخال جمهوری اسلامی که از سفارت اومده بود، که من واقعا حقیقتش نگاه نمی کردم مگر مثلا اون چیزی که اون رو بود یه چیزی داشت که نظرم جلب کنم، تا می داختم تو سطح زباله اتاقم. بعد از حدود 5-6 ماهی که اینا شروع کرده بودن این چیزها رو میفرستادن برای من، یه رو تلفن من زنگ زد، گوشی رو برداشتم، آقای بود، گفت من رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی هستم.
خب من اونجا به عنوان ایرانی که نبودم، من اونجا به عنوان البته تبعه سوئد هم شده بودم دیگه، بله، به عنوان یه سوئدی در حقیقت در یه حزب سوئدی دارم کار میکنم، کار هستم. خودم بفرمایید چی کار دارید؟ گفت با آقای فلانی. گفتم خودم هستم، بفرمایید. می‌خواستیم شما رو زیارت بکنیم. گفتم من اصلا هیچ علاقه‌ای ندارم شما رو زیارت بکنم. باید چرا؟ گفتم مگه از شما بدم میاد؟ من از دست شما فرار کردم، حالا بیام شما رو زیارت کنم چیکار بکنم؟ به هر حال مختصر بکنم، این مزاحمت ها ادامه پیدا کرد، خیلی ادامه پیدا کرد، آخرش حقیقتش کلافه شدم با لارشولی که اون موقع مسئول دبیرخانه حزب بود، رهبر حزب خانم گودرون شیمان بود هنوز، بعد ایشون البته شد رهبر حزب. با اون صحبت گفتم، رئیس مستقیم منم بود البته به عنوان مسئول دبیرخانه، بهش گفتم که با جریان اینطوریه، اینا کلافه دارم میکنم. به تلفن خونه من گفتم که قطع بکنه، میگن که تو باید بگی اینو، اینا رو به من وصل نکن. چون من گفت اتفاقا بد نیست، برو ببینشون. گفتم آخه برم ببینمشون چون؟ گفت ببین چی میگن، حرفشون چیه. گفتم باش. خلاصه به هر حال قراری گذاشتیم و گفتم رستورانی، و اینا یه رستوران حلال میخواستن، گفتم من انتخاب میکنم. رستوران حلالی پیدا کردیم و رفتیم اونجا با گوشت خوب و مناسب. آره. بعد از اینکه غذا رو خوردیم رو کردم گفتم آقا جان عزیز من، من خیلی بدم میاد دارم به شما میگم عزیز من. گفت من از شما خیلی خوشم میاد، شما خیلی رو کسی. گفتم عزیز این حرفا رو بذار کنار، چی میخوای؟ حرف حساب چیه؟ گفت شما خب خیلی فعال هستید، ما به خصوص حالا مثلا رگ خواب منو پیدا کرده، شما با این جریانات تجزیه طلب و اینا به ما اطلاعات بده. گفتم جریانات تجزیه طلب و من باشون خیلی هم مخالف هستم، ولی قبل از اینکه با اونا مخالف باشم من با شما مخالفم. دومن من این کار ازم بر نمیاد بابا چون، این کار از همه کس بر نمیاد، آدم تو اشتباه انتخاب کردی، ول کن برو. قرص قد شد این قضیه. از گفتن این مسئله میخواستم این رو بگم، این حضرات فقط سراغ من که نیومدن، بدیهیه 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 ما... من روزی رو که ایشون رفت، آقای نادان رفت دوربیناشو خرید رو یادم نمیره. اون روز هنوز به این مرحله نرسیده بودیم، یهو ما دیدیم ایشون بالغ بر 1200 دلار مثلا هزینه رو تو یه روز تخفیفش داشتن. نه اصلا مسائل دیگه است. ببینید بعد از این قضیه کلی تلویزیون ماهواره‌ای در آمریکا راه افتاد در لس آنجلس. بله. آقای رفسنجانی یه شرکتی درست کرد بدون که کسی هم اصلا بدونه که ایشون مونوپول تبلیغات رو داشت. بنابراین تلویزیون هایی که در به اصطلاح پیروی نمی کردن از سیاست های جمهوری اسلامی بهشون تبلیغ نمی دادن. همه مردم هم، همه اون آدم هایی هم که این تلویزیون ها رو داشتن، این زیرکی و زرنگی شهرام همایون رو نداشتن که با فروش پرچم و نمیدونم گدابازی و اینطوری و اونطوری و اونطوری پول جمع بکنن بتونن تلویزیونشون رو نگه دارن. بسیاری از این تلویزیون ها از بین رفتن، اونایی هم که موندن بدون شک وابسته به کمک های جمهوری اسلامی بودن و مطیع اونا. تو همین شهر کوچولوی خود ما، همین شهر استکهلم، یه زمانی چندین ایستگاه رادیویی هم محلی بود، همشون رو یا جمهوری اسلامی خریده یا مجاهدین، چون پول دارن. بله خیلی راحت. بعد نکته دیگه، فدای شما بشم الهی، پول چیز بسیار بد. بسیاری از این فعالین سیاسی 40 سال، ما الان اینجا، من سال 86 اومدم سوئد، یه سالم که تو ترکیه در به در بودم، 30 خورده سال گذشته قربانت کردم، همه این فعالان سیاسی همشون همونطور آرمان خواه مثل 40 سال پیش و 50 سال پیش که باقی نموندن. نخیر، الزامات زندگی بسیاری از آدم ها رو عوض کرده،
و بسیاری از این آدم ها عوض شدن و خریده شدن. اصلا به شک نکنید. کاملا فرمای شما رو تایید میکنم. من نمونه های بارزش رو بسیار دارم. ما اینجا توی استکهلم یه آقایی هست، ایشون قبلا کارمند سفارت ایران بود در زمان شاهنشاه، بعدش که اومد بیرون رفت درس خوند و الان پروفسور در امور حقوق بین الملل. بله بله. ایشون همزمان در دانشگاه امام جعفر صادق هم در ایران که تربیت میکنه کادرهای سپاه پاسداران رو درس میده به عنوان استاد مهمان. یک روز در مجلسی با ایشون برخورد شد و که نه من در امور سیاسی دخالت نمیکنم. گفتم آقا چرت و پرت نگو عزیز من. شما میری اونجا به عنوان استاد، اولا سه برابر پولی که اینجا از دانشگاه استکهلم حقوق میگیری بابت همون ماهی یه بار رفتن دو بار رفتنت اونجا بهت پول میدن. این از این. بعد فردا به عنوان استاد، بله به استادان زمین مجانی در سعادت آباد میدن یا زمین میدن وام نمیدونم مناسب. یواش یواش از ناخون شروع میشه. یه اصطلاح خیلی زننده‌ای بود که میگفتن آدم ها اون چیزی نمیشن، یواش یواش از شست پاشون شروع میشه. خب یواش یواش شما رو گرفتارت میکنن. به همین دلیل شما از زبان این آدم به عنوان متخصص هم میاد در راجع به مسائل سیاسی راجع ایران و غیره وزارک هم صحبت میکنه، یک کلام اصلا انگار نه انگار جمهوری اسلامی چه کثافتی هست، اصلا انگار نه انگار، مثل اینکه راجع به مثلا ماشین لکسوس میاد حرف میزنه. خب این مسائل وجود داره. آدم های بسیار زیادی رو فرستادن و جایگاه های بسیاری رو خریدن و کنترل میکنن و همچنان دارن این کار رو میکنن. این قضایا غیر از جریان اصلاح طلبی و نمیدونم خیانت های یا کثافتکاری های جریان توده‌ای و اکثریتی و فلان و ایناست، ملی مذهبی و معصومی. من از فرمایش شما میخوام یه بهره ببرم. آیا با مستند فرمایش شما باید به درایت اعلی حضرت رضا شاه دوم احسن گفت که میفرمایند تلویزیون های دوزاری لس آنجلس و فلان و بیسار در و من با اونا کاری ندارم به درشون رو جمع کنن برن. در حقیقت الان فرمایش شما میشه گفتش که فرمایشات اعلی حضرت رو به نوعی تایید میکنه. کاملا کاملا قربانت کردم. یه نکته دیگر هم من به شما بگم در رابطه با شاهزاده که فرمودید نام بردید. من خودم شخصا به عنوان یه آدم ها تغییر میکنن، یعنی حتی مواضع سیاسی یکسان نیست. توجه میفرمایید؟ من خودم در مراحلی در پریودهایی در بعضی مسائل منتقد شاهزاده بودم، ولی هرگز به شکل عیان و عمومی مسائل رو مطرح نکردم. به طور مثال عرض بکنم، زمانی که ایشون مثلا با حزب دموکرات و این جریانات فدرالیست و غیر و ذالک مثلا وارد مذاکره شده بودن، خب من خوشم نمی اومد و بله فکر نمی کردم کار درستیه. ولی امروز بدون رودرواسی و بدون هیچ نوع شایبه پاچه‌خواری، چون ایشون که هنوز صاحب قدرتی نیستن، منم که دیگه بازنشسته شدم، فردا اگر اتفاقی بیفته دیگه فادم از صلوات. بنابراین واقعا و من واقعا تعجب میکنم، چون ایشون همیشه در این حد از بلوغ سیاسی و سنی که نبود. من سیاست های ایشون رو از اون روزی که مسئله ولایت عهدی رو منتفی دونستند تا امروز که نگاه میکنم میبینم بسیار سیاست درست داشتن. بی نظیر بوده کاراشون. دقیقا. ببینید بذارید اینطوری بگم، این خیلی خوبه. ما وقتی راجع به سیاست صحبت میکنیم اغلب سیاست رو با آرمان خواهی یکی میبینیم. آفر. در حالی که اینطوری نیست. دقیقا. سیاست یعنی امری که اولا سیاست امر قدرته، هیچ چیز دیگری نیست. مسئله دوم اینه که سیاست امری است که امکان تحقق داشته باشه. درود بر شما. منی که در ما درآمدم در حدی است که بتونم یه نون و نمکی برای خودم و زن و بچه‌ام یا به اندازه پول داشته باشم که برای نوه‌هام بتونم مثلا کادوی تولد بخرم،
اگر بیام بشینم راجبه یک لامبورگینی نمیدونم 3 میلیون و خورده دلاری حرف بزنم، میگن این دیوانه است دیگه. نه درسته، نه درسته، جون است، واقعیتشه. فرمایش کاملا درستیه، واقعیتشه. بنابراین من اگر امروز بیام در یه جامعه مثل جامعه ایران بخوام حرفای عجیب غریب بزنم، خب دیوانم یا احمقم، از این دو حال هیچ خارج نیست. من مثلا یه مثال بزنم برای اینکه روشن بشه. زمانی که شاهزاده مثلا با آدمهایی مثل سازگارا وارد ارتباط شدن، خیلی خب خوششون نیومد از این کار. من جمله شاید من هم از ته دلم یه مقدار دلخور بودم، من بسیار. ولی من میخوام اینا از این حضرات بپرسم که خوششون نمیومد. شاهزاده که در آمریکاست، اون طرف نیم کره فاصله داره با ایران، اگر بخواد در بین نیروهای سپاه و نیروهای انتظامی کانالی باز بکنه، اینطوری نیست که ببینه، اینطوری نیست که بیاد به آقای سازگارا بگه آقای سازگارا شما بیا به من فلان بکن. من فقط شاید هم این کارو نکرده ایشون، نمیدونم، توجه میفرمایید. ولی اگر بخواد این کارو بکنه، باید منو یا شما رو ببینه. آفرین، ببینید این روشنگریه. آفرین. نه، اگر ما واقعا درست فکر بکنیم و شرایط رو اونطوری که هست، ببینید یه آدم بسیار فرهیخته ما داریم، البته در خیلی موارد من باهاش، در نه خیلی موارد، در بعضی موارد من با ایشون مسئله دارم، مشکل دارم، به نام آقای داریوش دوستدار، آرامش دوستدار، ببخشید، ایشون فیلسوفه و یه تئوری داره و اون تئوریش اینه که اصولاً اندیشیدن در فرهنگ دینی غیر ممکنه، برای اینکه یک فرهنگ دینی فرهنگی است که از دوگمای ثابت تشکیل شده. خدا هست، شما برای وجود خدا استدلال نمی کنی. محمد فرستاده خداست، تموم شد. یعنی این یک فرضی است از قبل ثابت شده. بنابراین در یک همچه جور فرهنگی که از دوگمهای ثابت تشکیل شده، امکان تفکر و اندیشیدن وجود نداره. درست. اونجایی که من با ایشون زیاد موافق نیستم، در بخشایش البته، اونجاست که میگه فرهنگ ما هم یه فرهنگ دینی، نه اینکه فقط هست، یعنی بعد از اسلام، از آغازش بوده. نه نه اینطوری هم همینطوری نباید گفت، نه، برای اینکه از یک جهت بی‌ربطم محضیت نداره، نه، ولی به این شدت نیست، به این شدت دقیقا میخوام بگم محض نیست این قضیه. حالا من میخوام بگم چون این یه بحث فلسفی بسیار دراز مدت و پیچیده است، ولی اون چیزی که من فکر میکنم ما میتونیم ازش بهره بگیریم، از نگاه ایشون به این فنومن یا به این پدیده، تعریفی است که ایشون از اندیشیدن میده. دقیقا. ذهنی که آمادگی اندیشیده، ببخشید این دستگاه من هی تکون میخوره، خواهش میکنم راحت باشید. همسر گرامی منم دوستان ما این محیط خانوادگی رو کاملا حس کردن، من همیشه با همین روش لایو میگذارم، بسیار مکلفات راحت، سپاسگزارم. عرضم به خدمت شما، تعریف ایشون اینه: ذهنی که پیدا کردن سوال از پاسخگویی به سوال مهمتره. یعنی یک پروسه اندیشیدن از کشف سوال به وجود میاد و سوال رو ما از نگاه کردن به پیرامون خودمون، به محیط پیرامون خودمون، خیره شدن در اجزاء این محیط و پیدا کردن بغرنج‌های محیط خودمون، ابتدا سوال رو طرح می‌کنیم و بعد به دنبال پاسخش میریم. یعنی اگر ما سوال رو بتونیم طرح بکنیم، 90% جریان اندیشیدن رو انجام دادیم. و شما وقتی که نگاه بکنید، من نمیخوام مثلا خیلی درازش بکنم، وقتی شما نگاه بکنید به رشد و تکامل
فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جامعه ما در طول این حداقل بعد از مشروطه به این طرف. اگر یه نگاه گذرا به آثار متقدمان و پیشگامان مشروطه بندازیم، اون رو پر از سوال میبینیم. یعنی اون آدم ها دارای اندیشه بودند. ولی بعد از مشروطه هرچی که ما نگاه میکنیم یا تکرار قرقره کردن همون حرفای قدیمی هاست و بعد از یک دوره کوتاه قرقره کردن هر آن چیزی که از غرب اومده، مثل غرب یا از روسیه یا روسیه. توجه میفرمایید؟ مشکل بزرگ چپ ما، چون چپ نقش بسیار بزرگی در تاریخ معاصر ما بازی کرده، دقیقاً این به مفهوم مثبت بودنش نیست، اتفاقا نقش بسیار منفی بازی کرده، بسیار بسیار منفی در رشد و تکامل جامعه و فرهنگ سیاسی و اجتماعی ما بازی کرده. دقیقاً. و شوربختانه دلیلش هم اینه که چپای ما همه قرقره کنندگان بسیار ماهری بود. وقتی جناب خویی توی لندن، الان به حالشون یک دکتر فیلسوف هستند، دکترهای فلسفه دارن، به صراحت میگه که من هم از ملت ایران هم از پهلوی عذرخواهی میکنم، دیگه جایگاه چپ مشخص میشه دیگه چه کرده. نه کاملا درسته. بنابراین ما تو این شرایط چاره ای نداریم، همونطور که عرض کردم، برای اینکه زیاد به این طرف و اون طرف نریم. مسئله ما مسئله شرایط سیاسی روز ما هست. بله بله. اینجاست که ما باید به این مسئله بپردازیم که چی درسته و چی غلطه با توجه به شعور سیاسی خودمون. چاره ای نداریم و میتونیم نتایج به دست آورده خودمون رو با دیگر دوستان در میون بذاریم، ولی نه به عنوان یک حکم قطعی. بله. به عنوان یک نظر. من اینجا میخوام فوکوس بکنم روی یه مسئله خیلی مهم که امروز هم مطرحه و اون مسئله 22 بهمنه. بله بله. ولی قبل از اینکه من وارد مسئله 22 بهمن بشم، ببخشید، دوستان به من میگن، آقای رضای راد به من میگه آقا این تلفن رو درست بگیر که صورت دیده بشه. آقا صورت منو دوستان میخوان چیکار؟ همین که صدای منو میشنون اعصاب داغون میشه، کافیه. عرضم به خدمت شما، من یه توری برای خودم پیدا کردم بر اساس تجربه و نگاهی که به پیرامونم داشتم. چند تا فاکتور من دارم. یکی از اون فاکتورها مسئله پول قربانتون گردم. اینی که من چطوری زندگی میکنم. همه صداقت رو واقعا کمتر میشه دید در گفتگو. نه، من چجوری واقعا زندگی. ببینید آقای فرخ نگهدار، خب باباش حاجی بازاری پولدار بوده دیگه، اینو ما میدونیم، حاجی نگهدار. ایشون در لندن در یکی از بهترین ها که نه، ولی در یه جای خوب لندن خونه داره. در دبی هم شرکت ساختمانی داره، اونجا کار میکنن و آپارتمان میسازن. آقا این پول شما از کجا بردی؟ شما که تا سال 57 که تو زندان بودی، قبل چریچ بودی، قبل از اونش هم که شاگرد مدرسه بودی، بعدش هم که انقلاب شد شدی رهبر سازمان انقلابی، بعدش هم که آواره شدی، آقا بابام برام فرستاده. بابات برات فرستاده؟ یعنی معذرت میخوام، دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی به این گل و گشادیه که اجازه بده حاج فر حاج نگهدار ماه به ما برای پسر عزیز دردونش پول حواله بده به بانک لندن؟ آقا خودتی، آقای فرخ نگهدار. بله. بعدش هم که گندش در میاد که برادر ایشون نمیدونم رئیس هیئت مدیره نمیدونم یکی از شرکت‌های آقای رفسنجانی است و بله بله دیگه. خب خیلی ساده است آقا جان، بنده شما همه ماهایی که داریم کار میکنیم توی این مملکت، ما ممکنه تو ایران هم پسر اتلخانه پشکل فروش می بودیم، ولی نتونستیم که اون پولا رو با خودمون بیاریم. نه واقعیت. بنابراین امروز بنده اگر یک هفته فقط مریض بشم، نتونم برم پشت فرمون تاکسیم بشینم،
که 4 تا مسافر رو از این طرف با اون طرف روزی 10-12 ساعت کار بکنم که بتونم اموراتم رو بگذرونم، تمام 4 ستون اکونومی خونه بنده به لرزه در میاد. این دوستانی که اومدن مرتب میرن سفر تو این کنفرانس، از اینجا میرن اونجا، از اونجا میرن اونجا، تو کدومشون توی کارخونه کار کردن؟ آقای گنجی، آقای کدیور، حالا اینا مثلا، آقا شما چطوری، آقا چطوری بلند شدی شما؟ از کجا ممر زندگیتون میگذره؟ بنابراین یکی از فاکتورهایی که ما میتونیم بر اساس اون قضاوت هامون رو بیشتر دقیق بکنیم مسئله مالیست. یکی دیگه اینه که هر آدمی یه پیشینه ای داره، این پیشینه رو یکی به خودمون زحمت بدیم. همین که من بر مبنای کامنت های محبت آمیز دوستان عرض میکنم، همین که آقای حمید معصومی اومد و یک نیم ساعتی یه ساعتی سر ما رو برد و خیلی قشنگ حرف زد و فلان و اینا، و که من میگم به 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 به، سپاسگزار از همه دوستان که محبت دارن به من، ولی آقا تحت تاثیر قرار نگیرید. آقای معصومی، یک سوال خیلی اساسی اینجا در رابطه با شما الان مطرحه و من میخوام به شما بگم که شنوندگانی که پای بحث شما هستن بسیار آدمای حساسی هستن. سوال من سوالشون رو میپرسم از حضورتون که ببینید که راهنمایی های شما به جامعه ایرانی با همین نگرشی که میفرمایید تاثیرگذاره. سوال اینه که جناب معصومی، فرمودید 15 سال تا 15 سال پیش شما یه چپ بودید، امروز چرا نگاه شما یک نگاه چپ نیست؟ چرا شما معتقدید که اشتباه بوده و چرا امروز نقد میکنید چپ گذشته رو؟ اگر اجازه بدید بعد از این که من این مؤلفه های شناخت شرح بدم راجع به این مسئله خدمتتون توضیح میکنم. بنابراین پیشینه این بابا رو هم آدم باید یکی به خودش زحمت بده جستجو بکنه دیگه، بفهمه چی شده، چی رو چطوریه، چی به چیه. این یکی دیگه. و دیگری اینه که مسئله، ببینید در جامعه از مسائل بسیار متعدد و گوناگون و متفاوتی تشکیل داره. اون سوال اصلی، اون سوال پایه‌ای رو، اون نیاز پایه‌ای رو باید پیدا بکنیم و بعد مواضع سیاسی آدم‌ها رو در رابطه با اون نیاز اصلی محک بزنیم. من تمام صحبت‌های آصف عزیز رو نشنیدم اینجا، ولی بخش‌هایی رو از اون رو، به دلیلی که همین مشکل تکنیکی و اینا بود، بخش‌هایی از اون رو جست و گریخته شنیدم. خب نظر دارم راجع به صحبت‌های آصف. خیلی هم خوب. ببینید خوب. یکی از مسائل عمده‌ای که من اینجا، این رو آصف عزیز، من تو رو میشناسم، تو هم منو میشناسی، بنابراین نظرات تو هم البته اونطوری اکسترم به قول معروف نیست، بسیار مسائل جدی رو مطرح کردی. خدای نخواسته شایبه‌ای اینی که من دارم با تو صحبت میکنم پیش نیاد. نه راحت. من بر مبنای آصف پسر نازنینم بعض خودتون نباشه. بسیار راحت. عزیز منه. بسیارم از دوستش دارم، بچه بسیار، یعنی جوان، بچه که چه عرض کنم، جوان بسیار بسیار نازنینیه، همسن پسر کوچیک منه. به همین دلیل اینطوری صحبت کردم. ببینید، یکی از مسائلی که من رصد کردم بر مبنای تجربه دارم میگم، تمام این آدمای حرام لقمه‌ای که جمهوری اسلامی فرستاده دارای یه سری ویژگی های خاصی بودن. آقای این مردک، حالا چون اسمش اومده ای تکرار میکنیم که دیگه اسم دیگر عرازل رو ای نیاریم. بله. آقای امید نادان که از اول اینطوری که مرید آقای سلیمانی و نمیدونم شیعه آریایی و کوفت و زهرمار اینا که نبود. جالبه خودش رو تغییر نداده، سلیمانی رو داره با اون روشی که خودش قبول داره. بله. یعنی نمیاد بگه که آقا من مسلمان شدم، میگه سلیمانی مثلا یکی از سرداران کوروشه دیگه، حالا شما اشتباهی نگید. بله دقیقاً. ببینید اکثریت، یعنی اکثریت که نه، تمام این آدمای به قول مانوک
دعاستری هایی که جمهوری اسلامی فرستاده اینا یه ویژگی های مشترکی دارن، همشون خیلی 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 ایرانی هستن، خیلی خیلی ایران دوست هستن. بس میخوام آصف عزیز کلامشون قطع شد و بعد خب درود بابا من شارژ میشیم به پایان رسید و دیگه به هر حال این زمان رو از دست دادم. از من شرمندم، نتونستم خوب از استفاده ببرم. اختیار دارید، در خدمتتون هستم. خواهش میکنم آصف جان، بحث شما در یک جا استاپ شد. خب بله، من تمایل دارم که بحثت رو اول ببری جلو، بعد من دو سه تا سوال از حضورت دارم. بابک جان، تا جناب معصومی تشریف دارن یه دو تا نکته رو اگر اجازه باشه مطرح کنم. خواهش میکنم. ببینید، یک بخش مربوط به مسئله واژه دین میشه، چون ایشون به آرامش دوستدار اشاره کردن. من کتابای آرامش دوستدار رو خوندم، ایشون تاکنون 4 کتاب نوشتن در زمینه تفکر، امکانات تفکر در فرهنگ دینی که بیشتر مد نظر شده. ببینید، یکی از مشکلاتی که روشنفکری داره، من آرامش دوستا رو یه روشنفکر میدونم، روشنفکرم در تاریخ 100 ساله ایران واژش برای من به اندازه هم برابر با آخوند هست. این از من روشن کنم. آرامش دوستا یک فرد کاملا روشنفکر، یک فرد 100% دموکرات ایران ستیز است. متوجه هستید؟ دموکرات ایران ستیز. آرامش دوستدار، جناب معصوم، اگه صدای من رو دارید، اگر دوست دارید من شما رو دعوت میکنم به یک مناظره در ارتباط با آرامش دوستدار و ثابت میکنم آرامش دوستدار یک انسان ایران ستیز هست. متوجه هستید؟ آرامش دوستدار کل تاریخ و فرهنگ ایران رو کنار میگذاره و پوچ جلوه میده و میگه آقا شما به عنوان یک ایرانی، اصلا ایران نه، کل شرق و آرامش دوستان رد میکنه. میگه آقا مشرق زمین سخنی برای گفتن نداره، چون اندیشه در مغزش نیست. به همین سادگی. و دشمن ویژه آرامش دوستان با تاریخ ایران زمینه، با تمدن ایران زمینه و میگوید ایرانیان هیچ وقت داره اندیشه نبودن، داره تفکر نبودن، از زرتشت گرفته تا پایان دوره ساسانی، و به شدت اینها رو میکوبه و ایرانیان رو میگه که، و دلیل پذیرش بابک جان، میگه دلیل پذیرش ایرانیان که ایرانیان با آغوش باز اسلام رو پذیرفتن، جدای از این که ارتش ساسانی شکست خورد و مسائل دیگر، میگوید که ظلم موبدین بوده. آها، چون ایرانیان دیندار بودند، بنابراین این زمینه ای شد برای پذیرفتن اسلامی که اعراب به ایران وارد کردند. اگه دقت کنید، اگر کمی زیرک باشیم، به این نتیجه میرسیم که آها، پس خود ایرانیان همچین توسط شمشیر سعد ابن ابی وقاص آره نشدن، خودشون زمینه هم داشتن، یعنی که آره. ما میبره به اونجا. نه عزیز من، اینا رو بزنیم کنار، ما پاسخ میدیم. ایشون گفتن که دین خویی، من واژه دین رو اول باز کنم. دین دعنا هست، یعنی شناخت نیک از بد. من آصف اکیا یک فرد 100% دینداری هستم، هیچ ایرادی نداره. واژه دین، واژه است پارسی، واژه است بسیار درست. دین یعنی شناخت نیک از بد. دعنا دا یعنی شناختن، شناخت دین نیک از بد. بنابراین شما سراسر شاهنامه واژه دین دارید. فردوسی سراسر شاهنامه داره از دین پشتیبانی میکنه. شما متون پهلوی ما به نام دین کرده. به این نکته دقت کنید. شما واژه دین رو در فرهنگ ایران نگاه کنید، واژه است بسیار مثبت، دارای معانی های بسیار درست. اتفاقا فردوسی در بخش درست از واژه دین استفاده کرد. پس به عبارتی، آصف عزیزم، جانب. دین با ایدئولوژی بسیار فرق ببین. داره. ما دو تا مسئله داریم. خردگرایی است از دین. در ادبیات پارسی ما دین به معنای خردگرایی است برای شناخت بین نیک و بد. بله، اصلا خود واژه دین به معنی شناخت است. ببینید، ما دو تا مسئله داریم. ما متاسفانه اینایی که به نام روشنفکر اومدن، با بچه‌ها اومدن تاریخ اروپا رو خوندن، فلسفه و اروپا رو خوندن، تاریخ غرب رو خوندن، آتن رو خوندن، نمیدونم سقراط و ارسطو و افلاطون رو خوندن، ولی شوربختانه نیومدن تاریخ ایران رو درست بخونن. مشکل ما با اینها اینه، اصلا آرامش دوستدار یک خط اوستا نمیتونه بخونه، متون پهلوی نمیتونه بخونه، بعد میاد راجع به این موضوع نظر میده. ببینید مشکل کجاست؟ مشکل این که واژه ها رو ایشون، ببینید
ما دو تا بخش داریم. ما یه تفکرات ابراهیمی داریم که از موسی میآید میرسد تا به بهائیت که آرامش دوستان اون سامیست. آره آرامش دوستان هم که خب میدونید بهایی هستن در واقع، حالا نمیدونم ولی اصلا خانواده نه من نمیدونستم. ببینید این آرامش دوستان رو شما سلول‌های این این فکری این فرد، سلول‌های فکری آرامش دوستان تمامش ایران ستیزه. میدونید چرا؟ چون میگه که آقا من که دارم در برابر شرق نیستم، فکر نکنید من فردی هستم که دارم از غرب و تمدن غرب دفاع میکنم. نه، غرب احتیاجی به من نداره، خودش میتونه از خودش دفاع کنه. ببینید یه آدمی هستش که در جایگاه غرب ایستاده، با عینک غرب داره به ایران نگاه میکنه. نه، ما در جایگاه ایران نیستیم، با دید ایران به ایران نگاه میکنیم، با دید ایرانی به غرب نگاه میکنیم. ما چرا باید با دید غرب به ایران نگاه کنیم؟ ببینید من یه مسئله رو میخوام باز کنم، جناب معصومی هم هستن، من تمام این مسائل رو جناب بابک جان باید همه اینا رو جدا باز کرد. ببینید یه مثالی میزنم، ببینید تفکر دموکرات ها و اسلامگرایان چگونه است، من اینا رو با هم شبیه هم هم. ببینید مثال میزنم، مسلمان اسلامگرایان میگوین آقا شما مسلمان هستید؟ شما میگویید که خیر. اگر بگویید بله، شما رو در بخش مسلمانان نگاه میکنن از اون دید. اگر بگویید خیر من مسلمان نیستم، تبعیض قائل میشن. الان جمهوری اسلامی و تمامی کشورهای اسلامی میانه یک همینه دموکرات ها هم همینه. آقا شما دموکرات هستید؟ خیر. آها، پس دیکتاتور هستید. رضا شاه دموکرات هست؟ خیر، پس دیکتاتور هست. ببینید نگهدار آصف، آصف نگهدار جان، نگهدار. 48 ساعت پیش یه لایو گذاشتم همین مطلب رو توش گفتم. 48 ساعت پیش توی آمریکا یک جلسه ای بود، کمیته برگزار کننده هماهنگی برگزار کننده تظاهرات در سراسر دنیا از ایرانی ها. خب بنده وارد اون، بنده هم ناخوانده که نبودم، دعوت شده بودم، رفتم وارد اون کمیته شدم. ما رفتیم داخل، درود 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 درود، یک جمله برگشتن از آقایون به من گفتن، دقت کنید حرف رو، برگشتن به من گفتن که آقا ببخشید ما شنیدیم شما به دموکراسی اعتقاد ندارید. گفتم نه من اصلا به دموکراسی اعتقاد ندارم، حداقل در محور فعلی که اصلا فکرش نکن. ما در وضعیت فعلی مردمی داریم که رأیشون رو با یه سیخ چلو کباب میشه عوض کرد و منافع شخصی رو به منافع ملی میفروشن. خب منافع ملی رو به منافع شخصی میفروشن. من اصلا به دموکراسی فعلا برای ایران اصلا اعتقاد ندارم و شدیداً معتقد هستم که یک میهن پرست و وطن دوست باید، که اونم از نظر من نمادش فقط و فقط اعلیحضرت رضا شاه و این به ما ثابت شده است بر اساس فرهنگ باقی مانده از خانوادهش، کجا آموزش دیده، شیرش کیه، طایفش کیه، معتقد هستم که ایشونه که فقط باید بیاد و این کارو بکنه. خب خیلی راحت گفتن آقایون خیلی مزه می‌خوام، این جلسه که می‌بینین جلسه همه ما دموکرات هستیم، شما لطفا این جلسه رو ترک کنید. به همین راحتی دموکراسی رو برقرار کردن. یعنی به من دیکته کردند، این جمله رو داشته باشید، دموکرات‌ها به من دیکته کردند که چون تو یک تفکر داری از اینجا برو بیرون. آصف جان ادامه بده. خواهش می‌کنم. ببینید خب بعضی هم میپرسن که آقا شما به دنبال احیای نهاد پادشاهی هستید و این سنتی بود مربوط به 2500 سال پیش، اصلا دیگه نیازی نیست امروز. امروز دیگه کشورهای مدرن، ببینید مثلا مدرنیته و مدرن اینا رو مطرح میکنن، مدرنیسم رو مطرح میکنن، اصلا نیازی نیست به این مسئله. دموکراسی هست، این اندیشه ها هستش اینا. ببینید دموکرات دیکتاتور بانو شیروانی ما نداریم. ببینید همچین چیزی ما، ببینید دموکرات خودش تبعیضه، یعنی در این دموکراسی در درون خودش تبعیض‌آمیزه. من یه مثالی بر شما میزنم بابک جان، ما زمانی که میخواییم در مورد اسلام سخن بگیم، صرفا نمیم در مورد آخوند و جمهوری اسلامی سخن بگیم، میایم به اسلام نگاه میکنیم از آغازش که این محمد چه کرد و در قرآن چه گفته، الله چه گفته، غیره. غیر از اینه، ببینید من چند تا مثال میخوام بزنم. ما یک تاریخ اسلام داریم که خب از 1400 سال پیش تا کنون تا به امروز هست در همه کشور که اسلام هست. ما یک اسلام داریم، یعنی یک ایدئولوژی داریم، یک تاریخ اون ایدئولوژی. ما یک کمونیست داریم، یعنی کارل مارکس اومد یه اندیشه رو مطرح کرد، یه تاریخچه داریم. ما یک تاریخ ایران داریم دوستان، یک فلسفه تاریخ ایران داریم. بسیاری از
ایرانیان میهن‌پرست رفتن تاریخ ایران رو خوندن، یعنی کوروش چه کرد، داریوش چه کرد، رفتن جنگ ها رو خوندن، نمیدونم وسعت تاریخ ایران رو. خب یه سری شعار هم کنارش، اما ما نیومدیم به فلسفه تاریخ ایران. فلسفه بس. تاریخ ایران ببینید دوستان عزیز، نهاد پادشاهی یک شکل نیست، نهاد پادشاهی یک بینش سیاسی در تاریخ ایران زمینه. ما باید بیایم در زمانی که بتونیم در برابر کمونیستا بایستیم، در برابر اسلامگرایان، در برابر این چیزی که غرب داره بر ما تحمیل میکنه، اسم های غربی به طور کلی بایستیم، باید دارای یک بینش فلسفی سیاسی درست در بخش تاریخ ایران داشته باشیم. متوجه این؟ ما با شعار صرفاً جاوید شاه نمیتونیم در برابر ایدئولوژی‌های دیگر بایستیم. جاوید شاه خوبه، ولی یاد بگیریم چرا باید بگیم جاوید شاه. ما یاد باید بگیریم که چرا میگیم پادشاه، معنی پاد چه هست، شاه چه هست. پاد یعنی نگهبان، شاه یعنی برتر. زمانی که ما میگوییم پادشاه ایران محمد رضا شاه، یعنی محمد رضا شاه بزرگترین نگهبان ایران هست. متوجه هستید؟ ما باید اینها رو یاد بگیریم، ما باید در بخش سیاسی، در بخش تئوریک یاد بگیریم که چگونه در برابر ایدئولوژی‌های دیگر از جمله ایدئولوژی‌های ایران‌ستیز بایستیم. هم من با شعارش هم البته من اینجا اصلاح بکنم فرمایش تو آصف جان. من آنچه که از فرهنگ و فلسفه ایران قدیم باستان آموختم و آنچه که اعلی حضرت محمد رضا شاه فقید عمل کرد به من این رو آموخت که نهاد پادشاهی حکومتی است فارغ از دین و ایدئولوژی. یعنی چی؟ یعنی سکولاریزم محض. دقت بکنید، ما ملت فکر میکنیم ما امروز میجنگیم برای اینکه اسلام رو برطرف کنیم. نه، ما باید بجنگیم که سکولاریزم رو بر نهاد مملکتمون مستولی بکنیم. این سکولاریزم، مگه محمد رضا شاه پهلوی که همه ما از او به نیکی یاد میکنیم یک مسلمان شیعه نبوده، حتی در دم مرگ هم از این مطلب یاد کرده، ولی در عملکرد سیاسیش و نگهبانی از کشورش و پادشاهی کردنش مانند یک سکولار عمل کرد و قوانینی رو در کشورش مستولی کرد که یک قوانین سکولار بوده. اینجاست که ما به فرهنگمون مینازیم و فرهنگمون رو دوست داریم و نهاد پادشاهی رو روش تأکید میکنیم. ما میدونید چرا ما ناسیونالیست های ایرانی بهتر از ناسیونالیست های دیگه دنیا هستیم؟ چون در ناسیونالیست ایرانی قومگرایی فرض نیست، هیچ قومی بر هیچ قومی برتری نداره. ناسیونالیست ایرانی ریسیست نیست. وقتی ما صحبت از پادشاهی میکنیم، صحبت از سلطنت و دیکتاتوری نیست، صحبت از پادشاهی است، صحبت از پهلویزمه. آصف جان ادامه بده، حالا حرفای من اگه بخوای نفت. من در دو بخش راستش بخواید زیاد با شما همسو نیستم، ولی نه در بخش سیاسیش، خب در بخش ایدئولوژیکش میگم. از اینکه در ارتباط با دوران پادشاهی فقید مطالبی بره مطرح کردید کاملا درسته، ولی مشکل بر در مورد واژه هاست. ببینید ما دو بخش داریم، ما واژه هایی رو که دارن در مورد سخن میگیم باید بدونیم این واژه چه هست. ببینید شما از واژه ناسیونالیست استفاده میکنید. خب من خودم رو یک ناسیونالیست دو آتشه میدونستم، ولی خب یه مقدار یه چهار تا کتاب خوندم در حد و توان خودم، ولی فهمیدم که نه، بس فراتر از ناسیونالیسته. ببینید من مسئله اگر اجازه هست باز کنم با بچه. نه نه باز کن راحت باش، بس بازه. ناسیونالیست اینا رو یه کم و بیش در موردش خوندم. ببینید ناسیونالیست یک واژه‌ای هستش که خب برگرفته از اروپا است، از اروپای سر 18 به بعد 18 و 19 و 20 این ناسیونالیسم شکل گرفته و در بسیاری از کشورهای اروپایی و به خاطر یه خلع بود در واقع، یعنی در واقع خلعی که بعد از جنگ‌های صلیبی اروپا به خودش حس کرد، چون اینها کشورهای یا کشورک‌های دولت‌های حالا قوم‌های حالا هر نامی که روش می‌ذاریم اینها مذهبی بودن و اینها در برابر مذهب آمدن ملیت رو رفته رفته جایگزین کردن و اون مسائل دولت ملت رو وجود آمد. ببینید
مسئله ناسیونالیست من هیچ وقت به خودم، من خودم رو میگم در مورد هیچ کس نظر نمیدم باور کن، من به خودم هیچ وقت نمیگم ناسیونالیست. چرا؟ چون اگه من بخونم بگم ناسیونالیست، در واقع من این واژه رو از قرن 18 اروپا به بعد که خودش رو ناسیونالیست میدونه وام گرفتم. نه، من یک ایران پرستم و این اندیشه ایران پرستی قدمت هزاران داره، متوجهی؟ من هیچ وقت ایران پرستی چند هزار ساله رو جایگزین ناسیونالیسم اروپایی چند سده‌ای بکنم. این یک مورد. مورد دو، واژه ناسیونالیست است. ببینید واژه ناسیونالیست از نیشن میاد، نیشن یا همون ناسیون، و ایسپان که خب یعنی اندیشه تفکر، اندیشه ملت گرایی. ما در اندیشه ایران شهر در تاریخ ایران صرفا مسئله انسانگرایی ما نداریم. ما هر جا در تاریخ ایران رو که بخونیم هم مسئله انسان هست، هم طبیعت هست، هم ایران. یعنی شما برگ اوستا رو که نگاه کنید صحبت از فر کیانی و فر ایران هست. ناسیونالیست یعنی ملت گرایی. من میهن رو بر ملت ترجیح میدم. ما نخست باید میهن پرست باشیم، سپس ایران مردم دار. باز رفتی سراغ جمله، آخرین جمله اعلیحضرت. ببینید اعلیحضرت فقید وقتی ایران رو خواست ترک کنه گفت به ایران بیاندیشید. دقیقاً. ببینید دقیقاً این مسئله است بچه‌ها. ببینید ما همه چیز فدای ایران هست، مردم هم فدای ایران هستن، کشور که فدای ملت نمیشه عزیز من، درسته؟ ما هیچگاه نباید کشور رو فدای ملت یا بخشی ملت. از ملت نه. کنیم، این کار اشتباه است. برای ما ملت ایران هست، ما ایدئولوژی رو باید فدای ایران کنیم، ایران رو که نمیتونیم فدای ایدئولوژی کنیم به هیچ عنوان. این بخش دوم ناسیونالیست است. یه نکته دیگه هم بابک جان در ارتباط با چون ناسیونالیست خیلی گسترده‌ای داره، ناسیونالیست وقتی که بابک خسروی میگه من یک ناسیونالیست ایرانی هستم، یعنی بابک خسروی در چارچوب مرزهای سیاسی کنونی ایران زمین خودش رو یک ایرانی میدونه. نه عزیزم ببخشید همینجا رو تصحیح کنم دل. مرز بنده از دیوار چین شروع میشه، دریای مدیترانه ختم میشه. درست. اذیتم نکن. پس این میشه ایران بزرگ. نکن. این میشه ایران بزرگ. ناسیونالیست آره، من همه رو ایرانی میدونم. همه من چند وقت پیش اتفاقا یاور رو میشناسی، یاور یزدان پرست رو، یاور یه مطلبی توی فیسبوکش گذاشت که کنایه رو در حقیقت داشت به من میزد. درسته. گفت بابا این چیزا دوستان از چیز میترسند، از جدایی طلب ها میترسند، خبر ندارن تو ما تو این ناسیونالیستا آدمهایی رو داریم که از دیوار چین ادعا کنه تا دریای مدیترانه برن دنیا به فکر خودشون. دقیقاً بابکشان وقتی شما من به خودم میگم ناسیونالیست هستم، یعنی تاجیکستانی که دیروز جشن صدر رو برپا کرد کنار میذارم، متوجه هستید؟ تاجیکستانی که جشن صدر رو برپا کرد در جمهوری تاجیکستان که این مرد آمد و این جشن رو خلاصه بار گفت به ملت تاجیکستان، اینها برای ما ارزشمنده. ببینید ناسیونالیست ما رو محدود میکنه به ایران مرکزی و ملت واژه نداریم عزیزم. من واژه ندارم براش. خب بله. ببین بزن من در ترجمان حرف مشترک میزنیم چون واژه براش ندارم. دقیقا. بدون تعارف آصف جان من براش واژه ندارم، میگم آقا ناسیونالیست ایرانی، بعد میگم که محدودیت مرزی ندارم. درسته. میگم که قومیت برام مهم نیست، میگم که دین هیچ کسی به من ربط نداره، برای من مهم نیست. درسته. و من عاشق تمام کسایی هستن که در گستره ایرانه. درسته. خب این فکر میکنم دیگه همون بعد میاد این همین حرفای غلط خلوط من از لحاظ واژگان وقتی جمع میشه که عمده ملت ما درسته. در کف جامعه این مسئله دارن همین حرف رو میزنن، برمیگرده همون جایی که میاد به همون تفکری رو که آصف الان داره در موردش صحبت میکنه رو ترجمان واژه به واژه میده. در حقیقت میخوام به شما بگم که من و تو داریم یه انگور رو، یکیمون میگه انگور و یکی میگه عنب و الا جفتش یکیه. دقیقاً همینطوره. ولی خب این واژه‌ها هست، ولی در بخش سیاسی خب ریسک بشی روی این واژه ها یه مقدار فاصله ایجاد میکنه عزیزم. من بحث من از یه سری از دوستان میگن که خب آقا شما مخالف ناسیونالیستی، چون این بحث رو در ابتدا که بشنوم فکر میکنن ما مخالف جریان ایران و تمدن هستیم. نه، من بحث ایران شهر خیلی گسترده تر از ناسیونالیسته و این ما محدود نکنیم خودمون رو ایران مرکزی. ما خودمون رو در بخش ایران بزرگ میدونیم و در بخش اندیشه. ببینید ناسیونالیست شما رو در چارچوب نژاد قرار میده،
متوجه این بحث های ایران شهر مسئله ما نژادی نیست، متوجه این ما در ایران شهر فرهنگ و تمدن همونطور که خودت اشاره کردی بابک جان، اسم ناسیونالیست اروپایی شما نگاه کنید همیشه رگاه های نژاد، برخی دوره ها نژاد ستیزی رو تو برخی از جریانات ما داریم میبینیم. ما در ایران شهر زمانی که مسئله ایران پرستی رو مطرح میکنیم در ایران شهر، هیچ جای ایران شهر شما هیچ کتابی رو در ایران شهر، هیچ متن پهلوی رو، هیچ جای شاهنامه شو صحبت از سخن از نژاد ستیزی نداریم ما، متوجه هستید؟ این نکته ای که خیلی مهم هست. ما اگه خودمون رو ناسیونالیست اروپایی بچسبونیم در جا همین اروپایی ها برمیگردن آه شما فاشیستین، شما اینین. آره آره ما در حقیقت به ما نمیخوره این چیز، ما باید پاسخ اشتباهات ناسیونالیست های اروپا رو ما باید بدیم. آقا من که مقصر نیستم، برید از اونها بپرسید، متوجه این بابک شما خودمون در دام اونها نندازیم. این یک مورد. مورد بعد سکولاریسم و نقد اسلام. ببینید من دو تا کشور رو نام میبرم بابک عزیز، ترکیه و فرانسه. شما در فرانسه و ترکیه هر دو کشور دارای قوانین لایسیته هستن. خب لایسیته، حالا سکولار هم نه، لایسیته خب تندروتر مثلا از سکولاریسمه. من حتی اون رو نمونه میارم. شما نگاه کنید در کشور فرانسه نقد مسیحیت صورت گرفت، نقد اسلام هم صورت گرفت. شما تا 100 سال دیگه هم تو این کشور، تا 200 سال دیگه هم نمیتونید یک جریان مذهبی قدرتمند رو تو این کشور به وجود بیارید در بخش مسیحیت یا اسلام. ولی در ترکیه که سکولار شد یا لایسیته شد، چون نقد اسلام صورت نگرفت، امروز اردوغان به قدرت میرسه. مشکل آتاتورک نیست، مشکل عدم روشنگری در بخش اسلام هست. آتاتورک اومد کار خودش رو انجام داد، همون گونه که رضا شاه انجام داد. اما ترک‌ها صادق هدایت نداشتن، احمد خسروی نداشتن، علی دشتی نداشتن، شجاع الدین شفا نداشتن، مسعود انصاری نداشتن، زنده یا رضا فاضلی نداشتن، فریدون فرخزاد نداشتن. این به اینجا میرسیم که ما در بخش ایران، ما صرفا بحث ما ساختار نیست. شما بهترین ساختار دنیا رو برید در ایران اجرا کنید، ولی بستر جامعه به آگاهی به روشنگری نرسه، ما هرگز نخواهیم در بخش سیاسی پیروز شیم. این مسئله که در ارتباط با سکولاریسم مطرح کردم، تنها یک ساختار سیاسی درست کافی نیست. ما باید در بخش روشنگری کار کنیم، در این بخش مردم رو آگاه کنیم، به یک آگاهی نسبی برسن. بعد شما میتونید راجع به ساختار بیت گفتگو کنید. این یه مسئله هستش که بابک جان گفتم حتما باید توضیح بدم. نکته بعد هم خواستم خدمتتون بگم، من صرفا من خودم رو به هیچ عنوان سیاستمدار نمیدونم، حالا که امشب با هم گفتگو کردیم و من رو در جایگاه سیاستمداران قرار ندید، من رو تو اون کاتگوری نذارید، اصلا نمیخوام باشم. و چون اگه خودم رو تو اون کاتگوری بذارم، باید شما واو جمله های خودم رو متناسب با جریان های سیاستمداران همسو کنم، من نمیتونم وارد این بازی ها نمیشم. ببینید صرفا شما یک ساختار سیاسی درست داشته باشید ولی نقد اسلام نکنید، ما رو به جایی نمیرسونه. من در استکهلم آمدم و شعاری که در درون ایران داده شد، هم اسلام هم قرآن جان فدای ایران رو دادم و روی این شعار هم میستم. ما باید این در ایران، ما بحث ما فقط مسئله حکومت نیست. ما یک ایدئولوژی آمد که بیش از 1400 سال مغز فرزندان ایران زمین رو خورد، مانند تفکر ضحاکیه. ما باید این جریان رو خارج کنیم، از این جریان بیایم بیرون، روشنگری کنیم. آصف جان من میتونم جملت رو اینجا باش مخالفت بکنم؟ بله بفرمایید. حالا بذارید من دلیلش رو به شما بگم. ابعاد گسترش یک فرهنگ، گسترش یک فرهنگ، جا اندازی یک فرهنگ نیازمند یک فضای باز اجتماعی در کنار پوشش کافی اقتصادی است، آنچنان که در دوران پهلوی ما بهش رسیدیم و از داخلش صادق هدایت ها خارج شدند. من میخوام یه چیزایی رو بگم که ممکنه که بعضی دوستان حرفم رو نپسندند، ولی واقعیت ها رو باید به همدیگه یادآوری بکنیم که جلوی خطاهای خودمون رو بگیریم. من عاشق تفکر آصفم،
آصف داره حرفایی رو میزنه که رو کراس بهت بگم اون زیر قلب من انگار یه نفر واسیده داره قلقلکم میده. خیلی دوست دارم اینا رو که بهم میگی. اما این تفکرات بسیار زیبا زمانی میتواند ترویج پیدا بکند که جامعه در شرایطی قرار بگیرد که توان اندیشه داشته باشد. برای رسیدن به اندیشه، برای اینکه جامعه بتواند بیاندیشد، باید شرایط اقتصادی داشته باشد، امنیت اجتماعی داشته باشد. آنچه که در دوران پهلوی اتفاق افتاد، از پس اون شرایط اقتصادی و اجتماعی بسیاری بزرگان دست بر قلم بردن، تفکرشون رو نوشتن و عرض شود رضا فاضلی، یه فرخزاد و و و و ما اسم میبریم، اینها بچه های اون شرایط اجتماعی بودن. بلوغ، چرا به بلوغ سیاسی نرسید این تفکر؟ چون فرصت نکرد، اصلا 50 سال بیشتر این عمر نکرد این واقعه. نهدوی درزم رو الان که یک موج فرقه گرا، یک موج از یک فرقه حاکم شده است بر یک جامعه، نهدوی درزم رو، و در داخل همون فرقه 3 شقه هستند که یکی از اون شقه که متعلق به ولایت فقیه اومده و این جنایت ها رو کرده، خب، و برای مردم گرسنه و تشنه ای که خونشون رو کف خیابان ریخته میشه، من الان به او بگویم این اسلامو کلا بگذار کنار، ممکنه اون حاضر باشه خونش کف خیابان ریخته بشه، خب، اما فعلا از اسلامش دست نکشه، میگه من با این فرقه میجنگم. هر اگر پادشاه کشور من که اعلیحضرت رضا شاه دوم باشه فرمایش میکنن که دشمن من اسلام نیست و من اصلا خودم هم یه مسلمان شیعه هستم، نه این است که در یک فضای باز سیاسی ما نباید به آرمان شهر ایران با تفکرات ایران و ایران پرستی و ایران دوستی و این تفکرات بسیار زیبای تو بیاندیشیم و نباید به اینو گسترشش بدیم، نه، زمان و مکان تعیین میکنه که آیا جامعه ایران توان پذیرش یک موج دگرگونی در این سطح رو داره یا نداره. من امروز آصف جان خیلی مواقع رو دیدم که دوستانی که میان آخه میگن این بابک میگه که من 3 سال پیش زرتشتی شدم، پس چطور پادشاه مثلا میگه شیعه فلان بیسار از ایشون دلخور نشده؟ خب من 3 سال من مسلمان بودم دیگه، به هر حال 3 سال پیش من 14 سال پیش اعلام کردم که فاقد دینم، به حضور شما عارضم که 3 سال پیشم به آیین زرتشت مشرف شدم، خب به خواست خودم و تا با حالا اینو من مطرح نکرده بودم، حالا که گفته شد من مطرحش کنم، درست؟ میخوام این رو به شما بگم چرا نه تنها دلخور نمیشم بلکه کاملا درک میکنم که پادشاه کشور من الان داره با کدوم زاویه سیاسی به جو اجتماعی حاکم بر کشورش نگاه میکنه. من مسلم میدونم آنچه که از برایند حکومت پهلوی بود تو نباید فراموش کرده باشی که بر هر گوشه ای از خاک ایران و هر مدرسه ای از خاک ایران که میرفتی چیزی که با سردر مدارس وجود داشت گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک بود. در هر مدرسه ای، من جمله بسیاری از مدارس که من تحصیل کردم، و این رو محمد رضا شاه پهلوی، آریامهر، که خودش رو یک شیعه میدانست و در مراسم حج شرکت میکرد، خب ترویج داده بود در مملکتش که این
سه گفتار در همه جا نوشته بشه. میخوام این رو بگم، اگر من امروز با شما همراه بشم که بگم نه آقا ما داریم میایم، بزنین کنار، داریم میایم هرچی مسلمونه باید برگردید، مسلمون پسرمونی رو من کلا اصلا نمیتونم تحمل بکنم. ملت میگن آقا وایسا وایسا من گشتم، آها صبر کن اول بذارش. میخوام اینو بگم، من کاملا عاشق فرمایشاتتم، ولی یادت باشه این انتظار نداشته باش که جنبش امروز ملت ایران، جنبش آزادی خواهی ملت ایران زیر این لبا بخواد حرکت بکنه. من و تو اگر بتونیم دست در دست هم دیگه بگذاریم که جامعه ایران رو به اون سطحی برسونیم از آسایش و آرامش که گفتگوی اندیشه ها در اون جامعه رونق بگیره، بدیهیه که حرف صحیح جایگاه خودش رو پیدا میکنه. کما اینکه از ماچ از اینکه تونست رونق پیدا بکنه، احمد کسروی ها در اون جامعه به دنیا اومدند، فرخزاد ها در اون جامعه به دنیا اومدند، بعضی از دوستان امروز نشستند از خود در خارج کشور از پس اندیشه درست، نمیگم اندیشه غلطه، نه. از پس اندیشه درست میگن پس چرا پادشاه های کشور نمیگه آقا اصلا کلا اسلامو جمع کنیم بریم بیرون. ایشون هنوزم میگه من شیعه ام، چون اصلا زمان گفتگوی اندیشه ها نیست. نمیدونم حرفم رو رسوندم یا نه، اینا رو گفتم که بقیه فرمایشات زیبایی تو رو بشنم. ببینید زمان برای این مسائل همیشه هست و باید باشه و در آینده هم باید باشه. ما نمیتونیم زمان بندی کنیم باورشم. ببینید ما دوران قاجار رو داشتیم، من چند تا نمونه براتون میارم. در دوران قاجار در اون فضای اختناقی که در اون دوره بود، خب بیش از 99.99 درصد جامعه ایران بی سواد بودن. ما فردی داشتیم به نام میرزا آخان کرمانی و اومد جونش رو در این راه از دست داد به خاطر همین مسائلی که مطرح کرد. ما میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل رو داشتیم، جونش رو از دست داد. صادق هدایت رو داشتیم، جونش رو از دست داد. و اگر من فکر میکنم صادق هدایت یا احمد کسروی به نوعی پشتیبانی میشدن، ما در همون دوره پهلوی میتونستیم در برابر کمونیست و اسلامگرایی یک ایدولوژی قویتری داشته باشیم، بهتری داشته باشیم، در برابر این هجوم ایدولوژی ویرانگر کمونیست بیستیم، در برابرش نیاییم. در برخی از کاملا نمیخوام وارد این بحث بشم، این بحث باز نکنیم. ما پاسخ شما رو میخوام توی این بخش خیلی کوتاه بدم. رضا شاه حدود 100 سال پیش اومد. خب اینایی که میگن که آقا، من خیلی ساده من براتون بگم چون من میدونم لو به بحث شما و بسیار از دوستان چه هست، بحثشون اینجاست که دوستان که میگن که آقا ما اکنون در ایران در شرایطی قرار داریم که یک بخش بزرگی از جامعه ایران اینا مسلمون هستن و اینا اعتقاد اسلام نمیم شیعه رو دارند و غیره، و این جریان نقد اسلام، مخالفت با اسلام، نقد اسلام که من قبول ندارم، مخالفت با اسلام رو کنار بذاریم، چون نقد هم بخش سازنده داره هم بخش منفی داره، یعنی دو سو رو در بر میگیره. اسلام من از نقد گذشتم، مخالف هستم. ببینید جریانی که ما در برابر اسلامی هستیم دلیلش چه است؟ و میگن که آقا ما امروز نباید این کارو انجام بدیم، و به خاطر اینکه خب یه سری میان تو خیابون شعار میدن در برابر این جریان میستن و غیره. ببینید رضا شاه حدود 100 سال پیش اومد، بیش از میگم 99 درصد جامعه ایران بی سواد بودن، اومد کشف حجاب کرد، در برابر آخوند ایستاد، رفت مسجد گوهرشاد و اونجا رو دیدیم که چه بلایی به سر این آخوندا به درستی آورد. امروز بعد از گذشت حدود 100 سال این ملت رفتن اونجا میگن که روحت شاد رضا شاه، یک نه بزرگ به اسلام، یک نه بزرگ به آخوند گفتن. ببینید اصلا شک درش نیست، شک درش نیست. بابک جان 100 سال پیش دوستان عزیز، جامعه ایران یک جامعه بسته 100 درصد، حالا 99 درصد اسلامی ما داشتیم، رضا شاه اومد در برابر ایستاد. امروز بعد از گذشت 100 سال با وجود روشنگری زیادی که نسبت به اسلام شد، ما نباید بترسیم. ما چرا باید عقب نشینی کنیم؟ رضا شاه 100 سال پیش عقب نشینی کرد در برابر این جریان متحجر، ما هم نباید عقب نشینی کنیم. 100 سال پیش پاسخ داد،
امروز 100 برابر پاسخ میده. من نگاه من اینه و بابک جان من فکر میکنم کاری که روشنگران انجام دادن بسیار بالاتر از کاری بود که سیاسیون انجام دادن. حداقل در بخش روشنگری ما به نتیجه رسیدیم. من به این دلیل میگم که نمیگم امروز بیم تنها بحث ما مخالفت با اسلام باشه. من همچین چیزی رو صرفا پیشنهاد نمی کنم. ما بخشای دیگری هم داریم، تجزیه طلبان داریم، دیگر بخشا رو داریم. من میگم در برابر جمهوری اسلامی بحث ما، این مشکل ما صرفا جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی یک بخش است. جمهوری اسلامی خودش یک ابزاریه برای اشغال ایران زمین. بخشای دیگری پشت این جریان جمهوری اسلامی هستن. جمهوری اسلامی برای ما یک مانع هست. من چنین به مسئله به این صورت نگاه میکنم بابک جان. دیده منم نسبت به اسلام، گفتم خدمتتون مسئله سکولاریسم رو ما همیشه در طول تاریخ ایران، زمانی که سلامت جهان شد بابک جان، ایران نهاد پادشاهی در کنار نهاد دینی بود، نه اینکه یکی بود. ما هیچگاه هیچ پادشاهی به نام دین نیامد بگه که آقا من پادشاه هستم و میخوام این جریان دینی رو به این صورت برگزار کنم. متوجه هستیم بابک جان؟ دین و سیاست کنار یکدیگر هستن. امروز در کشور سوئد پادشاه سوئد حتما باید مسیحی باشه بابک جان. اگه مسیحی نباشه نمیتونه پادشاه بشه. متوجه این؟ چون پادشاه سوئد لیزر فهمید من میگم اون اصلا پادشاه سوئد که از فرهنگ ایران نیومده. درست. نه یک مثال زدم در مورد کشور اروپایی. من نه حالا کاری ندارم که الان سوئد کشور به قول با فرهنگ غربی بخوایم اسم بریم دموکراته، خب و دموکراسی که غربی ها ازش یاد میکنند و در خودش داره، در دل خودش داره، ولی واقعیت اینه که ما دنبال یه مفهومی هستیم از پادشاهی. حداقل من و تو دنبال یک مفهومی هستیم از پادشاهی که بسیار فراتر از دموکراسی است، بسیار بالاتر از دموکراسی است. خب و حالا اگه ما بخوایم این رو مثلا برای غربی رو تعریف بکنیم، خب میرسیم به اون تعریفی که یونانی ها میگن ایرانی ها مردمان عجیبی هستن، فرزندانشون رو به خاطر خاکشون قربانی میکنند، یعنی از فرزندشون میگذرن، از خاکشون نمیگذرن. یونانی ها میگن ما مردمان عجیبی هستیم که از فرزندمون میگذریم، از خاکمون نمیگذریم. خب پس می‌بینید چقدر تفاوت فکری بین جامعه غرب و شرق هست. بنابراین چه نگاه بکنی که پادشاهی سوئد با پادشاه ایران یکیه، چه نگاه بکنی که ما فرزندانمون رو فدای خاکمون میکنیم، اون یونانیه برمیگرده به ما میگه ما آدمای عجیبی هستیم، اصلا نمیشه ما رو کنار هم دیگه گذاشت. اصلا دو فرهنگ کاملا متفاوتیم با نگاه‌های کاملا متفاوت. ندارید از هم رو. اما من مطلبم اینه که این چه که تو میگویی، این فرمایش زیبای تو کاملا درسته، ولی یک سفسطه در بیانت بود. من اجازه دارم اون سفسطه رو باز کنم؟ بله فهمید، خواهش میکنم. چون در یک جایگاهی فرمایش کردی، گفتی که اعلیحضرت رضا شاه کبیر در اون شرایط مخالف، در جو اسلامی مخالف. اعلیحضرت رضا شاه کبیر در قالب یک نهاد قدرتمند، یک پایه قدرتمند که در امور اجرایی در داخل کشور دست داشت، خب این حرکت رو کردن. رضا شاه دوم خب در قالب یک رهبر معنوی که من جهت اطلاع شما و همه هموطنان بگم که اجازه هیچ گونه فعالیت سیاسی نداره، که پناهندگیش، چون شما میدونید که ایشون تبعیت نداره. من ببینید باجا، من اصلا در مورد میگم اینا رو مقایسه کردن رضا شاه این کارو کرده. علاوه بر اون جدا پیش اومد. ببینید من در مورد ایشون سیاستمدار کار خودش رو انجام میده. مثلا در مورد ایشون نه تا کنون اظهار نظری کردم، نه در پاپیک، نه در نوشتار. این بحث رو کنم اینجا من باز بکنم. ایشون کار خودشون رو انجام میدن. من آصف شما منو ببخش. نه خواهش میکنم، اختیار دارید. دیگه از دست ما خارجه این مثلا که اتفاق میفته. منو واقعا ببخشید. خواهش میکنم. دوستانم محبت کردم سفر رو ول نکردن، به مرور دارن اضافه میشن. درست. این دو تا مسئله ما دیباس. بس کسی.
یه زمانی هست شما بابت جان مسئله من باز بکنم فکر بکنم سوی تفاهم پیش آمد. ببینید یک زمانی هست بابت جان شما از سخن میگید از وظایف پادشاه نسبت به کشورش که خب در بخش سیاسی در بخش فرهنگی چه کاری باید پادشاه انجام بده. یه زمانی هست من در مورد روشنگران صحبت میکنم. متوجه شدین؟ متوجه شد. حالا گرفتم شما تفکی که مواد این دو سبسطه نبود. مرسی. من یه خواستم باز کنم چون الان متوجه شدم بحث شما چه هست. اگر خواستین برای دوستان چون الان دوستان یه رفتم توی یه بحث دیگری فکر میکنم که حالا فلانی شخصی آره. من یه جمله بگم که من اگر ایمان نداشتم که شما آدم میهن پرستی هستی آصف جان این افتخار رو به خودم نمیدادم که در خدمتت بشنم و از صحبت نه زده بود. ببینید خیلی ساده بگم بابا جان محمد رضا شاه نیومد نقد اسلام کنه کسروی کرد متوجه این ما این جایگاه رو باید تمیز بدیم جدا بکنیم تو بخش خودش باید نگاه کنیم. شما الان این دوتا رو در کنار هم گذاشته بودید یه لحظه. من همش دارم شرایط فعلی میدونید چیه من نگرانی من شرایط روز نده دزم رو به قول بچه گفتنی روزی به روزم من شما بلند نگری نده دزم رو من در پی امروزم شما در پی آنی که ایران باید به کجا بره و این هر دو قشنگه. امشبم دارم ازت استفاده میبرم آصف جان خودم دارم بابا جان میرین چرا من اینا رو مطرح میکنم چون ببینید یه مسائلی هست امیدوارم جناب معصومی هم بیان در حتما باید بیان که ما ازش ببینید من این مسائل رو عنوان میکنم ما باید اندیشه رو نخست باید به درستی بشناسیم. خب یه مثالی برای شما میزنم بارها و بارها و بارها شنیدیم در مقالات در رسانه ها در کتب مختلف که بله ما یه فردی در تاریخ داشتیم به نام رضا شاه بزرگ و یه قانونی داشتیم به نام قانون اساسی مشروطه تا اینجا درست شد بابک جان و رضا شاه رو محکوم میکنن به خاطر اینکه بله دستاوردهای مشروطیت رو زیر پا گذاشت قانون اساسی مشروطه رو زیر پا گذاشت و غیره و غیره و به همین دلیل رضا شاه چون دموکرات نبود چون چنین کاری نکرد میان رضا شاه رو در دادگاه تاریخ محکوم میکنند. خب تا اینجا داشته باشه مسائل از اینجا به وجود میاد بابا جان. چرا مسئله روشنگری رو مطرح میکنم؟ ما یه بخشی داریم پیش از قانون اساسی مشروطه ما روشنگرانی داشتیم که پیش از آمدن اصلا مشروطه خواهان اینا روشنگری کردن. ما یکی از این بزرگانی که در طول تاریخ ایران در طول تاریخ معاصر ایران کمی پیش از اون داشتیم فردی بود به نام میرزا آخان کرمانی. خب من با یکی از حالا دوستان بگم رفقای چپ بگم یک مناظره داشتیم در ارتباط با مسئله رضا شاه قانون اساسی مشروطیت و روشنگرانی که پیش از اون بودن. بس از اینجا شروع میشه بابا جان. کاری که روشنگری مانند میرزا آخان کرمانی انجام داد زمانی که میاد کتابی می‌نویسه، رساله‌ای می‌نویسه در ارتباط با ایران و تاریخ ایران، در اونجا ذکر می‌کنه که آقا تفاوت‌ها رو اینجا مطرح می‌کنه، از دوران ساسانی، از دوران گذشته‌های ایران نام می‌بره و در ادامه میگه که بله من تفکر من این هست که مظهر روح و شناسه ایرانی شاهنامه هست و شناسه عرب هم قرآنه. متوجه این؟ چه با زیرکی میاد این رو جدا می‌کنه. خیلی توان میخواست در اون زمان اینو گفت. در زمان قاجارها بود، در اوج فضای بسته ایران بود که اصلا این گونه فکر کردن در کنارش میاد مخالفتش رو با اعدام مطرح میکنه. یعنی شما در طول تاریخ ببینید من با این کمونیستا خب بگو مگو زیاد داشتیم در بخشای تاریخی اینا اعدام میکنن که ما مخالف اعدام هستیم کمپینایی که میزنن تمام کسانی که توی استالین هم جانم بعد بهشون میگفتی استالین هم همین گفته درسته. اینا ببینید در طول تاریخ اینا یک کدومشون نیومدن. یعنی شما یه دونه کمونیست نمیتونید از آغاز آمدن رضا شاه تا پایان حکومت پهلوی یک کمونیست نام ببرید که اسلام رو نقد کرده باشه، مخالفت کرده باشه. متوجه هستید؟ ما در بخش راست داشتیم تمام از افراد رو از میرزا آقا گرفته تا صادق هدایت و حالا احمد کسروی تا حدودی نه 100%. ببینید بحث ما اینجاست. کاری که یه بود که من تا به حال بهش دقت نکرده بودم.
چرا کمونیست ها اسلام رو نقد نکردن؟ از باشون جفتم شده. ببینید مریم جانوری نگاهشون فقط ایران ستیزی بود، اصلا نقد نکردن چه اسلامگرا بودن. بابک جان مریم کیانوری، مریم فیروز زمانی که بی بی سی باش مصاحبه میکنه میگه که خانم مریم فیروز، شما یکی از افرادی بودید که فعال بودید در بخش حزب توده ایران و تو این بخش رئیس بخش بانوان حزب زنان حزب توده ایران بودید. میگه خب بگه شما افتخار شما در طول این تاریخی که برای این حزب خدمت کردید چه بود؟ بزرگترین دستاوردتون به عنوان زن ایرانی چه بود؟ همسر نورالدین کیانوری، اون رئیس حزب توده ایران، آخرین رئیسش که بعد از آره 57 ایشون رئیس حزب توده شده بود، ایشون میاد پاسخ میده که افتخار من این بود، یکی از افتخارات و بزرگترین افتخار من این بود که من حافظ کل قرآن بودم. ببینید نگاه یک فردی است که کمونیسته و اصلا شما میگه نقد اسلام، من میگم اینا در کنارش بودن. یه نکته دیگه هم بگم، احمد کسروی کتابی داره بابا جان به نام سرنوشت ایران چه خواهد شد، نمیدونم کتاب رو خوندین یا نه، یکی از زیباترین کتابهایی که احمد کسروی نوشت. در این کتاب خیلی جالبه، یک نقدی هست بر حزب توده، یعنی کسانی که میخوان چپ ایران رو بشناسن برن کتاب احمد کسروی سرنوشت ایران چه خواهد شد رو میتونن بخونن. در اون کتاب چه نقدهای زیبایی به حزب توده انجام میده و چه پاسخهایی از رضا شاه و از رضا شاه میکنن این فرد و تمام این بحثایی که امروز ما میشنویم که این رضا شاه انگلیسی بود و فلان، اینا دشمنان دارن مطرح میکنن، این تو این کتاب اومده با بچه‌ها. اون زمان پاسخ داده احمد کسروی پس از 1320 پاسخ داد، خب که بعدش هم کشتن. بعد زمانی که پاسخ میده میگه آقا ما فرض میکنیم تمامی کارهای انگلستان کرده باشه، خب پس باید نتیجه بگیریم که انگلستان ایران رو آباد کرده، خدمت کرده، نتیجه شما اینه، پایان گفتگوش با حزب توده. در کنارش هم بعد میاد برمیگرده میگه که خب من الان دارم از رضا شاه دفاع میکنم، من چیزی جز گزند از رضا شاه ندیدم با وجود این حکم تاریخی که ازش دفاع کنم، ولی در کنارش اینم میگه و آدم بسیار میانپرستی بود. ببینید بابا شما یه مسئله داریم، میخوام اینو به اینجا برسم، ما مسئله‌ای داریم به نام روشنگری، قانون اساسی مشروطه و رضا شاه. اگه از این قالب بیم نگاه بکنیم که دقیقاً کار درستیه، ما رضا شاه کاری که انجام داد چه بود؟ پشتیبانی از روشنگران بود، نه قانون اساسی مشروطه. متوجه شدین؟ قانون اساسی مشروطه شما جای جاش رو ردپای اسلام و تفکرات غربی می‌بینید. یعنی قانون اساسی مشروطه رو از دو جا گرفتن، یکی بخش ساختاری سیاسیش رو که از بلژیک بود و یه چند کشور غربی اینا وام گرفتن، یه بخش دیگری داریم که اسلامه. یعنی قانون اساسی ما داره دو پشتوانه است، یک اسلام، دو غرب. اما روشنگران پیش از قانون اساسی مشروطه ما مثل میرزا آقاخان کرمانی یک ایرانیان به شدت وطن پرستی بودن. در کنارش ما فردی داریم به نام سرجان ملکم خان، بعد افرادی میان بانند تقی‌زاده. اینا رو میخوام گوستت کنم که ما میخوایم به کجا برسیم. چرا اینا رو مطرح میکنم؟ ببینید ما یه فردی، من دو تا فرد رو میخوام تو تاریخ نام ببرم. دوستان عزیز، از اینکه من بحثای روشنگری رو میگم دلیل داره. یه فردی به نام میرزاخان کرمانی، یکی هم سرجان ملکم خان. خب ملکم خان اومد گفت آقا این اسلامی که میگید این اسلام خوب نیست، ما اسلام بذاریم کنار. حرف میرزاخان کرمانی رو تایید میکنه، میگه که بله تو این بخش ما همسو هستیم. همین حرفی که آرامش دوستدار میزنه، میگه آقا این اسلام پدر ایران رو در آورد، بذاریمش کنار. خب درسته، تا اینجا ما حرفی نداریم. اختلاف نظر آقای معصومی عزیز اینجا شروع میشه که میرزا آقاخان کرمانی گفت ما به جای اینکه از اسلام و این فراورده های اسلام در ایران استفاده کنیم، از فرهنگ ایران استفاده کنیم. ملکم خان گفت که نه، ما اسلام رو میذاریم کنار، از تفکر غرب استفاده میکنیم. به همین دلیل ملکم خان لقب سر میگیره، منو شما میشناسیمش، ولی میرزا آقاخان کرمانی رو کسی نمیشناسه. نمیشناسه. آرامش دوستان حتی در بخشی از تاریخ هم در موردش بعدم میگن. آره آفرین، دقیقاً همینطوره. و آدم به شدت ایران پرست بود، مخالف اسلام بود، جایگزینش با فرهنگ ایران بود. و تقی‌زاده و آقای آرامش دوستان هم دقیقاً همون شیوه رو پیش گرفتن، یعنی میگن که آقا اسلام رو بذاریم کنار، جایگزینش فرهنگ غرب بشه، اسم‌های غربی رو ما بیاریم. به همین دلیل هست که من
این بحثا و این روشنگرایی که ما انجام میدیم باید از ریشه تاریخی آغاز کنیم که در فردای آزادی ایران وارد یک دام دیگری نشیم. این واژه های نمیدونم همه با هم و اتحاد و نمیدونم مسائلی که خمینی گفت همه هم اتفاقا جمع شدن ایران رو ویران کردن، اینا پاسخگوی ما نیست. میهن پرستان با یکدیگر باید اتحاد داشته باشن. همه با هم درد دوای درمان ملت ایران نخواهد بود و نیست. ما باید نگاه کنیم با اندیشه ایرانی، با نیروی ایرانی، با سازماندهی در این بخش باید این رژیم رو سرنگون کنیم. این بحث اصلی من این هست بابک جان. ما نمیتونیم بگیم که ما نیروی ایرانی رو داریم، این نیرو سازماندهی کنیم، ولی با اسمهای غربی یا اسلامی یا فلان فرآورده‌های غربی بیم این حکومت رو براندازی کنیم. من بحث من اینه، ایران باید با اندیشه ایرانی، با دست پرتوان ایرانیان، نه دولت‌های غربی، و در کنارش با سازماندهی جوانان و اون مردان و زنانی که در ایران هستن سازماندهی کرد تا این رژیم رو برکنار کنیم، واژگونش کنیم، تا بتونیم در مدارس ایران فرهنگ سازی کنیم، در رسانه های ایران فرهنگ سازی کنیم و باعث رشد و شکوفایی اون مملکت بشیم، در بخش آبادگری گام برداریم، ایران رو باید بسازیم. این چرا میگن روحت شاه رضا شاه؟ دلیلش چی است؟ ببینید روحت شاه رضا شاه خیلی معانی داره. یکیش اینه که ما جلوی مسجد گوهرشاد، جلوی مسجد گوهرشاد، یکی از معانی روحت شاد رضا شاه یعنی چی؟ یعنی ما باید در برابر تجزیه طلبان بایستیم. کاری که رضا خان انجام داده بود، چون اون زمان خان بود ها، شاه که نبود، پیش از 1304 رضا خان میرپنج بود. این فرد آمد در برابر تجزیه طلبان ایستاد، در برابر شیخ ازل ایستاد، در برابر اون میرزا کوچه‌خان ایستاد، در برابر تمام کسانی که در ایران قصد جدا کردن ایران، بخشایی از ایران زمین رو داشتن ایستاد و در کنارش آمد دوباره ایران سازی کرد، دانشگاه تهران زور ساخت و اون بخش ایران شهری رو آغاز کرد. اگه ایشون برخی از دانشمندان رو اتفاقا از آلمانیا گرفته تا بخشایی که تاریخدانانی که در آمریکا بودن از جمله آرتور پوپ آمد به ایران، یکی از ایران شناسان برجسته بود که حتی وصیت کرد در زایندرود به خاک سپردنش در همونجا و پیرو به اون که خب ما فرد دیگری داشتیم. ببینید در بخش ایران شناسی گام برداشت، در بخش آرامگاه فردوسی آمد ساختن کارهای بسیاری انجام داد. ببینید روحت شاه رضا شاه یعنی چی؟ یعنی بازگشت نهاد ایرانی به ایران، معنیش اینه. یعنی ما باید فرهنگسازی ایرانی بکنیم، ما باید از اندیشه ایرانی استفاده کنیم، نه از اسمای غربی. دوستان زمانی که ما میگوییم پادشاهی و دموکراسی دو تا مفهوم جداست، چگونه است که اسلام هیچ پیوندی با ایران ندارد؟ دموکراسی هم همین گونه. زمانی که بابک جان شما میاد اسلام رو اسلام میپردازید، اسلام رو از محمد نقد کنید. زمانی که میخواید دموکراسی رو نقد کنید، باید از آغاز نقد کنید. دموکراسی بردهداری داشت، دموکراسی زنستیز بود، دموکراسی متوحش بود. من چرا باید به عنوان یک ایرانی بیام از تفکر متوحش آتنی استفاده کنم برای ساخت ایران زمین؟ این مشکل من اینجاست. متوجه هستین؟ یعنی شما ایران پادشاهی رو در نظر بگیر بابک‌جان، بیش از 2500 سال پیش ما این رو در برابر دموکراسی آتن قرار میدیم که دوستان دموکرات ما طرفدارشن. نهاد پادشاهی ایران ساز و جهان ساز، گیتی ساز کوروش رو، کتیبه کوروش بزرگ رو شما مقایسه میکنم من با قوانینی که در دوران متوحش آتن بود. یه دروغ بزرگی هم هست راجع به دموکراسی بابک جان، اینو بهتون میگم پرسش دارید. به دروغ به ما گفتن دمو و کراسی یعنی حکومت مردمی. شما اینو بارها شنیدین، دمو یعنی مردم، کراسی یعنی حکومت. بابک جان در دموکراسی آتن که زنان حق رأی ندارند، خب ما میتونیم بگیم مردم، حکومت مردان، نه حکومت مردمی. مردم یعنی هم زن هم مرد. دموکراسی آتنی که اروپایی ها پوزش رو به ما میدن، خب در برابر کوروشی که از حقوق زن دفاع کرد، من اگر خواستید در برنامه یاسف در مقابل محمد رضا شاهی که حق رأی به زنان داد قبل از سوئیس، اصلا حرفی برای گفتن در دموکراسی قبل. من حالا بخش تئوریکش رو میدم بابا جان. شما ببینید در بخش، ببینید این اگر خواستید من
اجازه بدین من برای جنبندی خودم اگر اجازه بدید من از افلاطون یه مطلب رو بخونم. خواهش میکنم تقریبا شاید یه حدود 3-4 دقیقه وقت بگیره. خب خیلی هم لذت میبریم. آره ببینید افلاطون من تمام بحثای من تا کنون از دید ایران بود، یعنی من یه دونه دانشمند غربی چیزی اینا من معرفی نکردم برای شناخت ایران. چون همیشه یکی از نقطه ضعف‌های ما بابخشان اینه که دوستان عزیز اینه که ما برای اینکه خودمون رو ثابت کنیم میگیم آها نگاه کنیم فلان دانشمند غربی درباره ما چه گفت، یعنی ما به خودمون شک داریم، چیزی از خودمون نداریم، منتظریم یه غربی بیاد ما رو تایید کنه و بگیم آها نگاه کنیم چون فلانی ما رو تایید کرد پس ما برحقیم. من اینگونه فکر نمی‌کنم. ما همیشه منتظریم در 28 مرداد سازمان سیا سند بده بیرون و منتظر بشیم که آمریکایی‌ها در اون دوره چه گفتن ما تصمیم بگیریم که مصدق خدمت کرد یا خیانت. یعنی ما همیشه منتظر سند از دیگران هستیم، از خودمون نیستیم. ما نمیایم قانون تون ریختن شاهشون رو برگردوندن هنوز آفره. باور دقیقاً هنوز ما... باور نمی‌کنیم میره. مشکل ما چیه بابا جان؟ مشکل ما اینه که ما میایم از سند بیگانگان می‌خوایم برای حقانیت خودمون استفاده کنیم. یعنی چی؟ خیلی ساده بگم، یعنی ما قانون اساسی مشروطه رو که در اونجا ذکر شده که پادشاه میتونه نخست وزیر رو عزل بکنه، من نمیخوام وارد این بحث باشم، میخوام مثال بزنم. میه منتظره که آها 28 مرداد بی بی سی برام چه سندی میده بیرون. متوجه شدی چطور؟ جدی دارم میگم. روشنفکری یعنی این، روشنفکری همیشه منتظره غربی ها و دیگران اجنبی بیاد در موردش نظر بده و اونجا به خودش نمره میده، درجه میده. ببینید من حالا میخوام این بحث رو چون من باز کردم میخوام از افلاطون من مثال بیارم. خیلی افلاطون یه فیلسوف آتنی هست، در دولتشهرهای یونان بود، آتن بود. افلاطون یه فردی بود که خب یه رساله‌ای داره به نام رساله آلکیبیادس. این رساله آلکیبیادس چیست؟ یعنی دوستان ممکن بپرسن یعنی چی؟ چه ربطی به بحث ما داره؟ آلکیبیادس یکی از سرداران و امپراتور آتن بود. این زمانی که میاد با گروه خودش به قدرت میرسه در دولت شهرهای آتن، همزمان با دوران هخامنشیان بود، همزمان با دوره اردشیر بود. زمانی که میاد قدرت رو میگیره میاد به افلاطون میگه که آقای افلاطون تو که دانشمندی، تو که فیلسوف هستی، بیا در بخش کشورداری، در بخش حکومتداری به من آتنی. حالا ما داریم راجع به آتن دموکراتیک داریم صحبت میکنیم بابک جان، ما چگونه میتونیم این کشورداری کنیم، این مملکت رو بچرخونیم، این دولت شهرهای آتن رو بچرخونیم. افلاطون میاد یه رساله مینویسه به نام خود امپراتور، یعنی رساله رو برای امپراتور مینویسه به نام آلکیبیادس. حالا من بخشی از این رو برای شما میخونم. پادشاهان ایران از تخمه هخامنشند و نژادشان به پرسوس فرزند زئوس میرسند. حالا این زیاد من چیز نمی کنم. تو آلکیبیادس خود از سرزمین سالامیس هستی و در برابر اردشیر پسر خشایارشا. از اینجا دوستان دقت کنید، میگه پس نیک بنگر، یعنی افلاطون در کتابش در رساله خودش داره به امپراتور آتن داره میگه. اینو من نمیگم دوستان، به انگلیسی باورشون شما میتونید در گوگل سرچ کنید رساله آلکیبیادس، اصلا انگلیسیش هم هست میتونید بخونید، اینم برای آگاهی بیشتر. میگوید پس نیک بنگر تا ببینی که ما از حیث تبار و تربیت تا چه پایه از آنان کمتریم، یعنی از ایرانیان. یعنی داره به امپراتور آتن میگه. من نمیگم دوستان نگید آصف یکی ها تندرو نمیدونم بنیادگرای ایرانی هست باشید داریم، داره افلاطون میگه، من نمیگم. بابک جان دو روز دیگه پاسخو شما هستین، برنامه شماست. میگه شاه ایران در برتری نسبت به دیگر مردمان بر پایه‌ای است که هیچکس ظن آن نمیبرد که ولیعهد با پدر جزو باشد. از این رو زوجه شاه ایران مراقبی جز بیم و رعب ندارد و همین که فرزند ارشد شاه که وارث تاج و تخت است به جهان میآید، شاه ایران رو میگه، جشنی برپا میکند و پس از آن نیز هر سال در تمام آسیا روز تولد شاه را جشن میگیرند. این متن فارسیه بابک جان. من زمانی که این رساله رو خوندم به پارسی و دیدم که نوشته شده زمانی که فرزند پادشاه ایران به دنیا میاد تمام آسیا جشن میگیرن، گفتم شاید این نویسنده غلط کرده، یعنی نگفته ایران، گفته آسیا. اون گفتم مگه میشه فرزند پادشاه ایران به دنیا بیاد آسیا جشن بگیره؟ رفتم متن انگلیسیشو نگاه کردم، یعنی رفتم توی این سایت انگلیسی در ارتباط با افلاطون، دقیقاً واژه ایشیا.
متوجه شدین؟ یعنی فرزند پادشاه ایران به دنیا می اومد، تمام آسیا براش جشن می گرفتن، برای فرزند ولیعهد ایران زمین، به همین سادگی. در کنارش حال آن که از تولد ما به قول آن شاعر کمدی پرداز همسایه نیز با خبر نمیگردد. از آن پس نیز فرزند شاه را به خادمه های نالایق نمی سپارند، بلکه بهترین کارگزاران دربار را بر او می گمارند و اینان موظفند که علاوه بر تربیت کودک مراقب باشند تا اعضای تن او نیک روش کنند و راست ببارایند تا کودک از زیبایی تن هیچ کم نداشته باشد و آن کارگزاران را همه به دیده احترام می نگرند. همین که فرزند شاه به 7 سالگی رسید، او را به سوارکارا می سپارند تا راه و رسم شکار را فرا گیرد و چون 14 سال شد، 14 تن که مربیان شاهانه خوانده می شوند عهده‌دار تربیت او می گردند. یعنی ولیعهد که به دنیا میاد بعد از 7 سالگی 4 تا مربی داره. 4 تا مربی را افلاطون داره میگه، باز من نمیگم، در رساله آلکیبیادس. یکی از آنان که در دانایی بر همگان برتری دارد، اسرار حکمت زرتشت پسر هرمز و خداپرستی و آیین کشورداری را به او میآموزد. دومی که عادل‌ترین مردمان است، او را برام می‌دارد که در همه عمر جز راست نگوید. سومی مربی که از خویشتنداری بهره‌ای به کمال دارد، به او میآموزد که تن به اسارت هوا و هوس در ندهد، بلکه با آزادی و آزادگی خوی گیرد و بیش از همه مردمان بر شهوات و آرزوهای خود تسلط یابد، نه آنکه به بندگی آنها گردن بنهد. ویژگی های پادشاه رو داره میگه. مربی چهارمی که دلاورترین مردمان است، او را دلاور و بیباک به باد میآورد و به او میفهماند که اگر ترس در دل خود راه دهد، برده خواهد بود نه آزاد. ولی آلکیبیادس گرامی داره به امپراتورش میگه، چنان که میدانی پریکلوس ساده ترین بندی خود سوپیروس را که به علت پیری به هیچ کار نمی آمد به سرپرستی تو برگماشت. یعنی میخواد بگه که تو چجوری بزرگ شدی، پادشاه ایران ولی عهدی که میاد کشورداری میکنه در چه جایگاهی قرار داره. متوجه شدیم بابک جان؟ هیچ کس در اندیشه تربیت تو یا آتنی دیگری نیست مگر آنکه عاشق پرانتز همجنسگرا باشد. من نمیگم، آلکیبیادس داره میگه، چیز افلاطون داره میگه در رساله آلکیبیادس. متوجه این؟ اگه من ایرانی امروز بیام در یه رسانه بگم که آقا فرزند شاه ایران به دنیا میومد، جهان براش جشن میگرفت، آسیا براش جشن میگرفت، میگن آقا داره غلوف میکنه، داره نمیدونم جست ایران پرستی و فلان. متوجه شدین؟ ما رو میارن تو این بخش قرار میدن. من بخشای دیگری هم هست در ارتباط با دموکراسی با بچه‌ها، سند باز از خود خارجی‌ها میارم، از هرودوت میارم. اگر خواستید این بخش خیلی ارزشمنده در ارتباط با دموکراسی هست. اگر دوست دارید داریوش شاه پادشاه ایران زمین، که من یکی از پادشاهانی که در تاریخ هست مانند اردشیر بابکان من بی نهایت دوستش دارم، داریوش شاه هست. اگر خواستید میتونیم یه روز در مورد هایت مالیکوخ که نوشته های در ارتباط با داریوش هست، خیلی بحث‌های فوق‌العاده جالبی داره. هایت مالیکوخ یک آلمانی ها. دوباره ببینید من بحثم همه ایرانیه، من تازه دارم از خارجه استفاده میکنم. هایت مالیکوخ از زبان داریوش رو مینویسه و شما به زمانی که این کتاب میخونید باورتون نمیشه بابک جان. این اروپاییایی که امروز دارن میگن که آقا زن باردار نمیدونن زمانی که به دوران بارداریش میرسه و مشکلاتی باش وجود زاد و ولد نداره، باید خوب مرخصی بگیره بهش، نمیدونم خرج و مخارجش رو بدیم. در اینجا در این کتاب هایت مالیکوخ میگه در دوران داریوش زنی که باردار بود و به این دوران میرسید، میرفت در منزل استراحت میکرد و به اون هزینه اون روزایی که کار کرد رو بهش باز پرداخت میکردن و کمکش میکردن. ببینید این مسئله که من میخوام عنوان کنم بابک جان، مسئله تاریخ ایران هست. مسئله که من میخوام عنوان کنم در ارتباط با تاریخ ایران، ما باید اینها رو یاد بگیریم. چرا؟ چون در برابر بحث‌های تئوریک اینها باید بیستیم. صرفا شعار نیست که ما بیم شعار بدیم، اینها رو باید یاد بگیریم. نکته ای که خیلی ارزشمند هست اینه که در اون دوره زنان سرپرست بودن، یعنی مردان زیر دست زنان کار میکردن. در دوران داریوش هخامنشی زنانی بودن که حقوقشون چند برابر مردان بود، اصلا برابر هم نبود، چند برابر مردان بود، چون وظایف بالاتری داشتن، حقوقشون بالاتر بود و دستمزدی که به اینا میدادن یک تبعیض قائل میشدن. من اینو با دقت خوندم، میدونید چون زمانی که کتاب رو به دوستان کمونیست معرفی میکنم میرم میخونن،
میان اینجا اون نقطه چینی میان اون نقطه ها رو میگیرن میان به خودت باز برمیگردونن. یه نقطه خوندم، یه تبعیضی قائل شده بود بین مردان و زنان در دوره داریوش، زمانی که میخواستن به حقوق کارگران و اینا بدن، یه تبعیض میان مرد و زن. و اون تبعیض چه بود؟ زمانی که حقوقشون رو بهشون میدادن، در کنارش چند جام شراب هم میدادن به کارگران ایرانی، به زنان کمتر میدادن. دلیلش رو هایدمانی کوخ میگه، میگه به خاطر اینکه زنان در میرفتن بعد از کار به امر خانه‌داری میپرداختن که زمانی زیاد مشروب استفاده نکنن که نتونن از عهده فرزندانشون بر بیان. فقط دلیلش همین بود. و این رو به زیبایی هایدمانی کوخ در کتابش کتیبه هست، ترجمه هست بابک جان، نظرش نیست، ترجمه متن هست، قانونی که در اون دوره بود. در کنارش یه بحث دموکراسی، داریوش پادشاه ایران مخالف دموکراسی بود. سندش هم الان خدمتتون میگم. ما در تاریخ هرودوت زمانش هست یا نه بابک جان؟ بله بله، من میخوام 5 دقیقه دیگه به شما وقت بدم، بعد خواهش بکنم که آقای چیز تشریف بیارن که در اون دیالوگ مقابل قرار بگیریم. در بعد ببینید، ما تاریخ هرودوت رو داریم و در هرودوت میاد در ارتباط با پس از رفتن کوروش، خب مسائلی در تاریخ ایران به وجود میاد. ما ستن رو در تاریخ، یک مسئله به وجود میاد در ارتباط با جانشینی در دوران هخامنشی که جریانش رو میدونید به وجود اومد، در ارتباط با داریوش شاه بود. داریوش که خب پیش از اینکه پادشاه ایران شه وزیر بود و این وزیر ایران یعنی بزرگترین سردار ایران بود، سپس میشه پادشاه. زمانی که آمد میخواستن در مورد پادشاهی صحبت کنن، سه تن میان سخن بحث میکنن با هم، گفتگو میکنن، به عبارتی مناظره میکنن با بچه‌ها. این سه تن میان مناظره میکنن و این سه تن دارای یک شورای 7 نفره بودن و این سه تن میان با هم مناظره میکنن. نفر نخست اتانس بود. اتانس میاد میگه که آقا سه نفر میان سه نوع شیوه حکومتی ارائه میدن. اتانس میاد از دموکراسی دفاع میکنه، مگابیز میاد از حکومت اولیگارشی، یعنی افرادی که شایسته هستن بیان آقا مملکت رو، آره اولیگارشی هست، حکومتی تنیچند میگن، و حکومت سوم هم که پادشاهی بود. میخوام این مناظره ها رو از تاریخ یاد بگیریم در برابر جریان هایی که به وجود میاد، از جمله دموکراسی. نخستین سخنور اتانس بود. این فرد چه میگه؟ میگه زمینه بیانش ترجیح برقراری حکومت دموکراسی در ایران. به نظر من آن زمان گذشت، همه حرفی که امروز به ما میگن، به نظر من آن زمان گذشت که یک نفر از میان ما همه کاره باشد و خودسرانه فرمان روایی کند. این جمله چقدر آشناست، انگار که آره. داره با ما صحبت میکنه. آره. راه و رسم حکومت استبداد نه خوشایند است و نه مایه خیر و صلاح. ببینید هر کیم که دموکرات نیست میشه مستبد. دقیقاً همون فکره. و شما خود بهتر میدانید که فزونی قدرت و غرور چگونه کار کمبوجیه را تباه ساخت و همون بعض را در دیومات مغ دیدیم. بعد میاد از جریان دموکراسی دفاع میکنه، میگه حتی صالح‌ترین افراد وقتی که به چنان پایگاه و مقامی برسن بعید نیست وجودی به کلی متفاوت شوند، زیرا کسان در اوج نفوذ و اقتدار وضع امور و مانند سابق نخواهند دید. همین جمله‌ای که به ما میگن آقا یه نفر بشه فلان قدرت داشته باشه چه مشکلی به وجود میاد، به خاطر اینه که دموکراسی خوبه. شما اینو اینجا میخونید، کتاب مربوط به بیش از 2000 سال پیشه. در ادامه میاد از جریان دموکراسی دفاع میکنه، وقتت رو نمیگیرم با دوستان. بعد اتانس میاد میگه که آقا من با آنچه، بعد مگابیز میاد میگه من با آنچه اتانس راجع به انصراف از حکومت شهرداری گفته موافقم، یعنی ایشون هم میاد جریان پادشاهی رد میکنه، اما رأی او درباره واگذاری اختیار امور در دست عامه مردم درست نیست. توده مردم مشتی افراد بیدانش هستند و اینها از اهمیت مسئولیت غافلند، یعنی حکومت دموکراسی رو رد میکنه. خب میگه اینا آگاهی ندارن، توده مردم. یکی از دوستان ما هوادار پادشاهی بود، در لندن هم هست، امیدوارم در این چترون باشه. گفتم که دوست عزیز شما چرا طرفدار پادشاهی هستی؟ گفت من طرفدار پادشاهی پارلمانی هم که دموکراسی 100% داشته باشیم. گفتم یعنی چی؟ من نمیفهمم. گفت برای اینکه آرزوی من اینه که در آینده ایران لبو فروش سر کوچه‌مون نخست وزیر ایران شه. گفتم اون مملکت نابود میشه، برای اینکه یه لبو فروش باید کشه. میدونید بابک جان فکر میکنن که اگه یک، ببینید من توهین نمیکنم، لبو فروش هم خوب لبوهای خوشمزه درست میکنه، خیلی دوست دارن میخورن، لذت میبرن، درد نکنه، ولی کشور لبو نیست. متوجه این؟
ببینید هر کسی چطور که فردی که میره دکتر میشه تخصصش رو میگذرونه میشه دکتر، ولی متوجه این یک کشوری رو میخواد دسته فردی بدی که هیچگونه تخصصی نداره. حالا بگذاریم از این مورد، در کنار میاد از توده مردم اینجا رد میکنه، توده مردم رو میذاره کنار. سخنور سوم داریوشه. داریوش میگه تمام نکته‌ای را که مگابیز درباره عوام الناس گفته است تایید میکنه، ولی با اظهاراتش راجع به حکومتی تنیچند موافق نیستند. اکنون هر سه حکومت دموکراسی، اولیگارشی و پادشاهی رو مورد توجه ماست بررسی میکنیم. هر سه تا رو خود داریوش نقد میکنه و حکومتی چند رو مثال میزنه. میگه قدرت و سرپرستی چنین فردی خیلی زیاد هست، نمیخوام ادامه بدم، ولی در پایان میخوام به این نتیجه برسیم. میگه که خلاصه یک کلام داریوش میگه، داریوش شاه، شاهنشاه هخامنش، که دوستانی که از فرهنگ ایران دفاع میکنید، از تاریخ ایران پشتیبانی میکنید، میگید که بله ما در آینده دموکراسی رو جایگزین میکنیم، یعنی دموکراسی که در آتن هست، خود داریوش این رو رد کرده، بعد ما داریم تاییدش میکنیم، ما بهتر از داریوش میفهمیم. جالبه. میگه خلاصه یک کلام، میگه خود ما همین آزادی ما رو به چه کسی مدیون هستیم و چه کسی آن را به ما تفویض کرده است؟ آیا از راه دموکراسی به دست آورده ایم یا به وسیله حکومتی چند، یا آنکه میراث دولت پادشاهی بوده است؟ یعنی میگه ما تمام این دستاوردها رو نهاد پادشاهی به ما داده، نه دموکراسی به ما داده، نه حکومتی چند. و در اونجا این مناظره میکنن این ستن با هم، یه شورای 7 نفره بود و اون 7 نفر میپذیرن که حق با داریوشه و داریوش رو هم به پادشاهی انتخاب میکنن و نهاد پادشاهی اعلام پیدا میکنه. این طبق تاریخ هرودوت خدمتتون گفتم. خیلی ازت سپاسگزارم آصف جان، امشب بسیار ازت آموختیم. یکی از بزرگترین محاسن جامعه ما در قدیم این بود که یک نفر باب سخن در آن چه که میدانست رو باز میکرد و الباقی شنونده بودن و کسب فیض میکرد. ما مردم سینه به سینه ایم. علت این که آمار مطالعه در کشور ما بسیار پایینه ولی مردمان ما بسیار دانا، این است که ما مردمان سینه به سینه ایم. این شب نشست ها بسیار لازمه برای آگاهی دادن های عمومی و آصف امشب بسیار ازت بهره بردم. من خودم اون اختلاف نظرم خدمت دوستان بگم، چون بسیار دوستان نبودن در مورد اسلام، نقد اسلام و پادشاه، اون دو تیشون بله. متمایز بود. بله کاملا من اصلاح میکنم که شما آصف جان کاملا درست گفتی، چون که پادشاه دارن کار خودشون رو میکنن، کار سیاسیشون رو دارن میکنن، شما داری کار فرهنگی خودت رو میکنی، دخلی به هم دیگه نداره و نباید در حقیقت این دوتا رو با هم دیگه عرض شما خدمت شما در این وضعیت مقایسه کرد. ما به این نتیجه رسیدیم عرض شما خدمتتون که و کار فرهنگی همچنان ادامه داره دیگه، آصف عزیز داره کارشون رو میکنه. خیلی خیلی باور کن که بیشتر دوست دارم که از حضورت بهره ببرم. خواهشم ازت اینه که حداقل هفته یک روز رو به ما اختصاص بده، حداقل هفته یک روز رو، حالا اگه بیشتر که بتونی که ما خیلی خوشحال باشم. اگه تونستم چشم باشم، اگه تونستم چشم، چون کار هم میکنم من هفته 4-5 روز کار میکنم، منم مثل شما آصف شما، منم اگه تونستم چشم باشم من هفته 7 روز کار میکنم جای 5 روز. درسته، البته دنبال اضافه کاری هم هستم. آقای معصومی گفتن که ما اینجا یه 4 روز 5 روز کار نکنیم بودید حالا از زندگی حقیقتا همه ایرانی های با ریشه که من تا به امروز دیدم همه دارن کار میکنن عزیزم. درسته، همه دارن کار میکنن، این نشون دهنده سلامت افراده یعنی و مایه افتخار منه. ازت بسیار سپاسگزارم که این وقت بلند در اختیار ما گذاشتید. زنده باشید بابک شما، ممنونم از شما، دم بهتون و اجازه بدید که بریم پای صحبت دوستان دیگر هم بشینیم. زنده باشید، ممنونم، سپاسگزار شما هستم، سپاسگزارم از عزیزانی که همراهی کردن تا کنون. به هر حال اختلاف نظر وجود داره بابک جان، میتونیم آره همسو نباشیم در بعضی از موارد، اما فکر کنم در ارتباط با اصول ملی یک توافق نظر داریم. اگر خواستید حالا در هفته های آینده اینا ما میتونیم بحث‌های خیلی عمیقی رو در بخش‌های مختلف مطرح کنیم در ارتباط با نهاد جمهوری و پادشاهی
و نهاد پادشاهی در کجای تاریخ ایران قرار داره، نهاد و نهاد جمهوری کجاست. جمله های خیلی معروفی رو ما شنیدیم، شکل نظام، محتوای نظام، اینها رو باز کنیم در بخش تئوری که اصلا توضیح بدیم چرا ما هوادار پادشاهی هستیم و خواهیم ماند. این بحث یعنی پادشاهی با تاریخ ایران گره خورده. ما نمیخوام شعار بدیم تو، من تو برنامه یک بار هم نگفتم جاوید شاه، ولی میگم جاوید شاه چون دوستان زمانی درخور نشن. و بحث من اینه که چرا ما باید بگیم جاوید شاه، چرا ما باید از نهاد پادشاهی دفاع کنیم. ما باید بحثای تئوریک و فلسفیش رو یاد بگیریم، در برابر جریانهای دیگر بیستیم. ما نیاز به یک ایدئولوژی قدرتمند داریم در برابر ایدئولوژی‌های دیگری که امروز در تاریخ جهان به صورت برجسته وجود دارن. سپاسگزارم. شب روز خیلی سپاسگزارم. ممنونم که وقت دوست خانه خودتون قرار. من از آصف عزیز بسیار سپاسگزاری میکنم. دوستان فقط ببینم که در جاوید شاه، دوستان جاوید شاه جناب معصومی رو اگر داشته باشیم، یا اگه جناب معصومی تشریف دارن داخل روم یه تکس محبت بکنن که ما از حضور ایشون هم بهره ببریم. خواهش میکنم، خواهش میکنم. واقعا سپاسگزاری رو باید از آصف عزیز کرد که امشب، خواهش میکنم. سعید جان شما میخواین تشریف بیارید؟ جانم شما بیایید بالا، من تا ببینم تکس آقای معصومی رو از جایی میتونم بگیرم که ایشون رو روی صفحه داشته باشیم از حضورشون استفاده بکنیم. بحث‌های خودمونی به همین سادگی. درود دارم سعید جان. درود جان خسروی عزیز، واقعا من لذت بردم از این. خواهش میکنم. یعنی از دعای دو طرف و چه روشنگری زیبایی کردن این جناب آصف. بله جناب آصف، یعنی متاسفانه من حالا یه جمله‌ای رو بگم جهت اطلاع دوستان، جناب آصف آدمی هستن که با تفکرات ایران دوست و به طور اساسی روی این تئوری و این تفکرات دارن فعالیت میکنن، کار میکنن، تلاش میکنن. در یک برهه‌ای از زمان این آقای نادان ما که خودشون رو اون زمان میخواستن خودشون رو به جامعه غالب بکنن، از اطلاعات جناب آصف خب خودشون رو به منم وطن پرست معرفی کرده بودن دیگه، خیلی خواب خودشون رو مطرح. من جمله همین دوست عزیزمون جناب آصف و با اطلاعات ایشون می اومدند. و حالا خیلی جالبه، امشب یه اشاره کوتاهی جناب آصف به حال خیلی آدم بزرگواری هم از این مطالب زود میگذرن، یه اشاره کوتاهی کردن که حالا امروز حرفایی که از خود من شنیدن به روی خود من میزنند. بله این واقعیتی که آقای آصف در بحث زمینه ایران دوستی و ایران شناسی بسیار کمک فکری بودن برای آقای امید نادان و بعدا یهو ایشون جفتک زد دیگه، هم جفتک به دوستانی که برای در بعد سیاسی حمایتش میکردند و هم جفتک به دوستانی که در بعد فرهنگی حمایتش میکردند. هر یهو سرشو صاف برد گذاشت تو آخوری که باید. خب اون کسی که فرستاده اون حکومت باشه به هر حال یه روزی باید میومد روی آب، مرده ته آب نمیگه، میاد روی آب، جنازه همیشه میاد روی آب. من زمانی که این نادان برنامه میداشت، خب ما اولش رو یه جوری شروع کرد که ما ایران پرستان و نم پادشاهی خواه رو جذب خودش کرد و خدای به به چه برنامه هایی پخش میکنه، من خودم شعر میکردم. من از زمانی به این نادان مشهور شدم که نگاه که چون من ارتباط زیادی با هنرمنده دارم، اکثر هنرمنده ها، آهنگسازا، نمیدونم موزیسین ها با من دوستن خوشبختانه، حالا افتخار اینا رو داریم. ما دیدیم شروع کرد از هنرمند ها تخریب کردن و دیدیم ایشون این آقای نادان فقط داره که
از هنرمندا و مبارزینی که در خارج از کشورن، حالا از به هر ایدئولوژی یا دیدگاهی دارن، شروع کرده تخریب. من یه دوستی دارم که نمیگم کدوم کشور، چون نادان میشناسه اونو، زرتشتیه. از اون کشور خودش رفته بود سوئد که زرتشتی بشه، و توی حالا اون جلسه شون اینو به عنوان مثلا یه مدیر بخش اینو انتخاب میکنه که هر دو سه ماه یه بار میرفت سوئد و میومد. همسر این نادان هم زرتشتیه. این شخص به من زنگ زد، گفت یه روز من زنگ زد و این شک مشکوک این آقا. گفتم دوست عزیز، اسمشو نمیخوام بیارم، این دوست عزیز خودم، گفتم چطوری آخه؟ گفت بابا اون از اون ور همسرش اومده زرتشتی که زرتشتی ها رو خراب کنه، اینم دو پهلو داره بازی میکنه که پادشاهی خان رو خراب کنه. گفتم من روش زوم میکنم. ما آقا ما زوم کردیم، دیدم این یه نفر، یعنی یک بار مثلا نیمد یه رودستی درست کنه برای قاجار یا برای مشتبه خامنه‌ای. من الان تلفن موبایل این شخص نادان رو دارم، ولی اون شماره من نه، چون من مجبور شدم شماره تلفنم عوض کنم. زنگ زدم شرکت، گفتم آقا این شرکت شماره منو فلان داره، عوضش. زنگ زدم گفتم که آقای نادان، شما چرا یه برنامه رودست برای اون ور آبیا نمیذاری؟ ما یه دونه برنامه ندیدیم از اون ور آبیا بذاری. شلوغش کرد و قلقاتیش کرد و فلان این حرفا، و ما همون روز این آقا رو بلاک کردیم و متوجه شدیم که آقا این اصلا روش اون چیزی که بعدها تو صفحه دیگه یا تو یوتیوب من دیدم که به شاهزاده اهانت کرده، به پادشاهی خان اهانت کرده. خب جنازه وقتی میمیره بعد بیاد رو آب دیگه، این آخرش خلاص. البته من ممنونم از این که اومدی رو، ولی کن دیر وقته و وقته من اومدم همون منم میخوام کوتاه کنیم که یک لحظه من اومدم که واقعا درود بفرستم هم به شما عزیز جناب خسروی عزیز با این برنامه خوبتون، هم به آقای معصومی گرامی و مخصوصا جناب آصف عزیز. ایشون واقعا ببین، من جناب خسروی فرود دوست صمیمی منه، و من روشنگری های زیادی از جناب خسرو فرود یاد گرفتم و کتاب های زیادی به من معرفی کرده که در حین خوندنشم و یه سریال رو خوندم، مثلا کتاب شجاع‌الدین شفا، کتاب هایی که به هم معرفی کرد. اما از نظر تاریخ پادشاهی و تاریخ ایران شهری واقعا ایشون واقعا، یعنی من لذت بردم. و این برنامه‌ای که جناب خسروی گفتین هفته یک بار، اینو حتما بذارین. چرا؟ در خصوص صحبت دیگه خودتون گفتین. ببین من فکر میکنم بهش میگن هیپنوتیز، بهش میگن چی تلیه چی میگن، اون چیزی که شما گفتین دقیقا تو مغز من بود شما گفتین. ببین ماها رو سینه به سینه برامون تعریف کردن. ببین ما ایرانی ها شنونده های خوبی هست، عرض میکنم ما ولی چیزای خوب در گوشمون نگفتن. دقیقا، و این نیاز هستش که ما شب نشینی ها رو داشته باشیم و امید. به حضور شما عرضم که بتونیم از محصر دوستان و اساتید کسب فیض بکنیم. حتما باید استفاده کنیم از این اساتید. واقعا اون نکته آخری که شما توجه کردیمش، یعنی همون لحظه تو مغز من خطور کرد. ماها سینه به سینه، حالا داستان یا تخیل یا هر چیزی رو برای ما تعریف کردن، چون ما گوش های شنوایی داریم. ما ایرانی ها همیشه دوست داشتیم بیاموزیم و آموختن همیشه دنبالش بودیم، اما چیزهای واقعی رو به ما نیاموختن. و الان نیازه که از این اساتید برای یاد گرفتن از اینا بیاموزیم. خستم شدی، من میدونم چند ساعته، دو سه تا ویدیو عوض کردی. درود میفرستم به شما و به همه دوستان یاران. شب خوش. شب شما بخیر. من متاسفانه نتونستم که جناب معصومی رو پیدا بکنم. بذارید آقای بله بدرود جناب نفری به حضورتون، بدرود دوستان خوبان فرامره.
آسف دوستان، منم نادم را بلا کردم، دود برد هم. خب من متاسفانه بودیدم، ندیدم که جناب معصومی باشن در جمع مایت مومن و تشریف بردن. ما تو شبای دیگه حتما ازشون رو بیعوت میکنیم که بتونیم از حضورشون استفاده بکنیم. دوستانی که تشریف بردن و پای بحث بودن از ما سپاسگزارم از همراهیتون. دیگه دیر وقته، خوب ایام به کام میگم به تک تک شما عزیزان. شبتون خوش.